خانم آقایون دور در شما به برنامه دیگر از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. مجموع برنامه امروز ما گفتگویی است با مهندس سعید اطلس در باره تجزیه و تحلیل حوادث اخیر ایران. گفتگویی داریم با آقای شجاعی، در واقع ایشون اقتصاددان و آنالیز اقتصاد در سیستم و تأثیراتش در حکومت. برنامه داریم از خود علی سیفی و یک گزارشی که مجموعی از کارهای ورزشی غیر از هم تقدیم حضورتون میکنیم. طبق روال برنامه همکارم برحال سعی میکنه از ترانه هایی هم استفاده کنه که با حال و حال حال احوال این روزهای ما هماهنگ تر باشه. خب این مجموع برنامه امروزی که تقدیم حضورتون میکنیم میرو برمیگردیم با شما هستیم. شاید این قسمت از برنامه تلویزیون رنگارنگ به نظر من مهر تاییدی است بر حداقل 4 دهه فعالیت خود ما به عنوان یک رسانه، چون من یادمه زمانی که حدود سال 90 بود مجله رنگارنگ رو که چاپ کردیم من از کلمه ضد ایرانی برای حکومت اسلامی استفاده کردم. خیلی به من خورده گرفتن، خیلی از کسانی که اسمای درشتی هستن، حالا من اسم میبرم به دلیلی که چند تاشون مردن، یکی دوستشون هم که زندن، حالا دیگه اسم اونا رو نمیبرم. اینو به من انتقاد کردن که آقا این که تو میگی کلمه درستی نیست که ضد ایرانی، اینا به هر حال ایرانی که هستن. اینو که میگم آدمای به اصطلاح سرشناس دنیای فرهنگ و ادب کشور ما بودن. من در جواب میگفتم که اگر بخوایم در واقع به پیشینه تاریخی برگردیم، خب مسلماً کشور ما تو این سده های مختلف قوم های مختلف اومدن و به شمله کردن قدر مسلم، و بعضیشون ده ها سال بعضیشون صد ها سال تو کشور ما موندن و مسلماً زاد و ولد کردن، بچه هایی رو که به دنیا آوردن از اون پدران بودن ولی تو این آب و خاک به دنیا اومدن. آخوند به یادگار از 1400 سال پیش تا به امروز اون هویت قومیت عربیت خودش رو حفظ کرده و اون بخشش رو که در واقع خشونت زمان اسلام بوده
که سریعا تو قرآن بوده، خود محمد بهش اشاره کرده، علی با کشتارهای عظیمی که کرده این مسئله رو به اثبات رسونده. حالا من اینجا مسئله باز آنالیز اسلام و غیروزالک نیست، بحثم این است که این جریان خون کثیفی که اومده و رسیده به امروز، و من این همه اشاره میکنم ضد ایران ضد اینا، حالا خوشبختانه خیلی الان دیگه میگن ضد ایرانی، و همیشه میگفتم اینا اصلا ایرانی نیستن، اینا یه قومی هن اومدن ایران هم اشغال کردن، به اون یه اشغالگر، ولی اشغالگری که حتی مغولها و نمیدونم افغانها و کلیت قوم هایی که اومدن ایران رو اشغال کردن و سالیان سال موندن، به این خشونت ضد انسانی و خشم غیر طبیعی نسبت به اینا برخوردم. حالا برای اثباتم شما نگاه کن، تلویزیون جمهوری اسلامی توی روزهایی که مردم تو خیابون هم رژیم تو موضع ضعف قرار گرفته و برای که بیا تشویق کنه و حتی یه مقداری از اون مسلمونای دوگمو که خیلی رو اسلام حساسیت و تعصب دارن، هرچند مخالف اینا هم باشن، ولی اونها رو هم مجاب کن که آقا اسلام، اگه تو میگی من مسلمونم اسلام اینه، بعد بیای پاش واسی. و توی بحث جلسه خصوصی هم نبوده، تو خود تلویزیون جمهوری اسلامی این روزها ببینید این مردک بی همه چیز قرآن رو چگونه تفسیر میکنه و تشویق میکنه به چه شکلی انسانها رو باید قتل عام کرد. باز من یه اشاره بزنم، شاید نمونه بارز شما باز بتونم بگم، کشتاری بود که سپاه قدس به سرکردگی اون جنایتکار قاسم سلیمانی رفتن تو اشرف کردن. این اشرف رو با این دلیل میگم، نه اصلا مثلا حزب سانسورش کنم، که انسانها رو دستاشون رو بسته بودن، پاهاشون رو بسته بودن و میتونستن یه تیر بزنن خلاص شدن. ولی چی طبقه گفته همین همه چیز وقتی نگاه میکنی به نقاط مختلف بدنی آدم تیر زده بودن تا رسیده مثلا به صورتش که دیگه تموم کرده بود. این دقیقا همین دستور عمل کلی نظام جمهوری اسلامی از روز اول پیدایش خمینی تا امروز بوده. اینو با هم ببینیم. شنیدنی این در مجمع البیان المیزان، برید ببینید دیگه، من از خود که نمیگم. بله. اینا را گرفتن، دست راستشان را بریدند، پایش چپشان را بریدند، یک بلا فاصله چشمشان را درآوردن، بعد کشتن. این میگن زجرکش. بس قتلو معناش روشن شد، نه قتلو. آیش میگه مجازات این تیپ افراد کلان در چنگ مایند. گفت ان یقتلو، مبادا یقتلو، یه تیر خلاص بزنی خلاص، اونم از خداشه. گفت اینطوری، گفت اگر من 4000 نفر را به خاطر امنیت جامعه و مردم بکشم افراط نکردم. گرفتی؟ یعنی اگر من 10000 نفرم در جامعه ایران که سرباز پیاده نظام دشمنه ما بکشیم با این نظر آیه افراط. میدونم همه شما الان عصبانید، میدونم همه شما الان دارید با خشم و کینه به این آدم فوش میدید، ولی این آدم یه آدم سمبولیکی از رژیم. شما این آدم رو فقط حرفاشو نگه دار، ولی جای چهرهش خمینی رو بذار، خامنه ای رو بذار، خاتمی رو بذار، مهم نیست کی رو میذاری. اینا تماما در واقع تبعیت میکنن از این قانون در مقابل ما ملت ایران. خب طول تاریخ بخوام من نمونه بگم، میتونم بگم خب همیشه شاید نقطه اوجش زمان قاجار بود، وطن فروشی. بخوام فراتر برم جهانیش کنم، زمان هیتلر بوده در دوران حکومتش بر جهان. حالا جهان که میگم در اون در قلق قسمت کشورهای اروپایی، که برای فجیع ترین قتلایی که دست جمعی اونم اتفاق میفته از خود لهستانی های وطن فروش
استفاده میکرده و برای پیشبرد اهداف شومش به کار میبرده. حالا سیاسیش نکنه بخوام تو این زمینه بگیم. بحث امروز این است که رژیم الان تمام تلاشش رو میکنه که به عناوین مختلف و با حجره حجره آدم ها رو نشوندن و تجزیه تحلیل کردن که بتونه رو افکار عمومی اثر بذاره که آقا این دعوایه آقا به خیر نمیشه. یه اتفاقاتی بوده، اشتباهاتی شده، میشه دوباره تصحیحش کرد، حلش کرد. حتی یه آخوندی هم اومده و کمال وقاحت فرو گفتم به شما که گفته که آقا جان ما اصلا حجاب رو بر میخواییم ورداریم ورداریم، ولی گناه کبیرش با خودتونه. یک به این پوپ مقصد پوپی زن اگه ما یه ذات اینا پلیده، گناه کبیره یعنی کسی که بی حجابه گناه کبیره کرده از نظر این. تا اینجا تمومش نمی کنه، اول میگه روسری تا میخوایی برداریم ورداریم، یعنی میگه نگاه حکومتی اینه که حالا اگه مثلا تو حجاب ورداریم، به قول خمینی که میگو خود اکردم یا تغییر میکنن، تغییر میکنن تو جایی. ولی از خود آدم ها، مردم که مثل خود شما هن و به این چیزا اعتقاد دارن و میان شما رو نه از منکر و نمتر و فلان چرت و پرت میکنن، از این مزخرفات میگه دیگه اون با خودتونه، یعنی از این تهدید میکنه که مثلا مؤمنین شما رو بی حجاب ببینن اگه اومدن کشتنتون دیگه اون دیگه تقصیر خودتونه ها، اینا به این چیز اعتقاد دارن. ولی از نظر ما اون خود بردون گناهش با خودتونه. خب در این شرایط باز برمیگردیم به عقب، ماها 57 که اون زمان بودیم و میدیدیم خب شما میشستیم تلویزیون نگاه میکردیم، روزنامه هایی که اون زمان بود رو میخونیم. همین اتفاقات عجیب غریب میافتاد و یه فرد نگاه میکردیم، مثلا میدیدیم به عنوان مثال 5 نماینده مجلس، تو زمان شما 2 مجلس بود، مجلس فکر کنم مؤسسان و مجلس ملی، مجلس سنا و مجلس ملی باشد. خب یه سرشون که برگزیدگان بودن که خودشون انتخاب میکردن، اون دوباره هم بود، یعنی هم بود، ولی خب گفتن اینا رو مثلا مردم انتخاب میکنن. من یادم میاد اون فوزه یه موقع کامیون میبردم، اون موقع میبردم 3 هم 5 میبردم که بیاد مثلا به حسن علی رای بده، کامیون پر میکردم میرفتن مثلا رای میکردن. حالا اینا دارن تمام مهرهاشون و کارتاشون رو میدارن تو بازی و در این مرحله، من دارم در این برهه از زمان الان میگم، یه هفته دیگه، 2 دیگه ممکن شرط کلن عوض یه چیز دیگه بشه، ولی در این برهه اینا تمام تلاششونه به وسیله رسانه‌های خارج از کشورشون، بی بی سی و صدای آمریکا و ایران اینترنشنال و فلان، آدم هایی بیان صحبتهایی رو مطرح کنن که خیلی خوب آقا تا اینجا مردم از رژیم زرچش گرفتن و از اینجا جلوتر دیگه به خشونت و نمیدونم فلان و اینا چنان کشیده میشه و حق مردم رو که مثلا باستان دیگه مطالباتشون رو حکومت بخوان، حکومت هم مجبور مطالبات اینا رو قبول کنه. حالا مثلا تش مثلا رژیم میاد میگه آقا چنان یاراناتون رو یه ذره بیشتر میکنیم، اینو اونجوری میکنیم، نه بهداشت اونجوری میکنیم، یه سری از این گلزنک بازی ها. ولی داستان از این حرفا گذشته و من چون با همکارانم صحبت میکردم، اینجا خوش اینه تو دفتر ما دموکراسی هست، یعنی اینجا هر کس نظر خودشو میده و اینکه من هر چی میگم یا اون هر چی میگه نیست، برحال از همدیگه چیز میگیم، تاثیر میگیم روی حرفامون. ولی خب من عقیده من خودم باز محمود سرابی روزنامه نگار میگم، توی این مدت تقدیه تقدیه من که خودم داشتم روی قضایی ها همیشه هم شاید اولین رسانهی بودم که گفتم که
مردم دارن اسلحه جمع میکنن، مردم میخوان مسلح شن. این از قبل سال 98 که آبان 98 اون همه کشته به جا گذاشتن، گفتم دیگه مردم اینجوری نمیان گوشت دم توپشن. اسلحه رو گرفته بیرحمانه میکشه. از 98 حالا که حدود مثلا 3 سال گذشته، خب میبینیم که این حدود یک ماه اخیر با اینکه این همه اتفاقات افتاده، تعداد کشته شدگان اصلا قابل قیاس با آبان نیست و رژیم اصولا الان بیشتر در شهرهای مختلف از تفنگ‌های ساچمه و این بولت رنگی ها استفاده میکنه و فلان چنا، نه که کلا نیست، ولی نگاه میکنم میرم یه دفعه چرا میره کردستان و بلوچستان اونجوری وحشیانه به رگبار میبنده، ده ها نفر میکشه، صد ها نفر زخمی میکنه. خب رو تجربه خودم به این نتیجه رسیدم که دو تا از راه های انتقال اسلحه به ایران، همین دو تا، نه همین، حتی این دو تا استان جز راه های اصلی هم. از قدیم هم بودن، زمان شما همینجور بود، زمان شما من یادم خوب هر اون زمان کردا یه مدت میرفتن عراق علیه سیستم شاه میشدن، اون زمان بارزانی و اینا، یه موقع از اونور میمدن این ور علیه اونا میشدن. یعنی اون راهی بود که کنترلش دست خود اینهاست و هیچ موقع نه حکومت شاه نه حکومت جمهوری نتونست کنترل کامل روی مناطق داشته باشه. بینش هم که تو این زمانی که دو سال گذشته صحبت میشده، از اینجا اسلحه اومده داخل. حالا غیر از این که یه سری زیادی بارا بارا تو خبر رو رنگارای من گفتم دیگه، مردم از کلانتری ها و پاسکار رو تخلیه کردن، اسلحهشون رو گرفتن، یه سری اصله از دست ماموران گرفتن اینا، ولی خب برآورد خود منم بود که برای یک کشور پهناور 80 میلیون نفری این اصله و مهماتی که تو ایران از دست اینا گرفتن، از حکومت گرفتن، کفاف یک کشور رو نمیده که قراره یه روز با اصله بیان بیرون، باید برای هر شهری اندازه توان مقابله با این حکومت اصله دستش باشه و این هیچ راهی غیر از این نداشت که اصله از بیرون بیان. و تصور من نمیگم، ممکن غلط باشه، از این دو تا اوسان اصله اومده تو یکی دو سال گذشته و اونایی که آوردن و حتما جاسازی کردن کسانی بودن که این کارو تخصصی بلدن، چون همجوری که رژیم بچه خودشو پرورش داده که ترفندهای مقابله با مردم اینا رو یاد بگیرن، اون برای قضیه هم نیروهایی بودن که اون سالا آموزش دیدن، یاد گرفتن که چجوری با این رژیم مقابله کنن. و این سیستمیست که تو همه جهانه، شما حتی نگاه میکنید که تو زندانها دیگه آخر نقطه دیگه، یه انسان میبرن توی چارچوبی حبس میکنن، تو همون جمع زندانی برای خودش فضا ایجاد میکنه، مورس رو یاد میگیره، با بغلی ارتباط برقرار میکنه، نمیدونم به عناوین مختلف شیوهایی رو پیدا میکنن که میتونن با هم یه خبر رد و بدل کنن. این حالت در واقع تفکرات تدافعی مقابل حکومت چیزیست که این 43 سال گذشته بسیاری کارشناس میشدن، خصوصا این کار شدن و اینها حتما طراحان این برنامه بودن که چونه اصلی بیاد وارد شه و رژیم از کردستان و بلوچستان دست خالی برگشت. چون اگر گرفته بود، اگر حتی 4 تا جسه گرفته بود، با بوق و کرنا خودشو مبرا میکرد که ببینید اینا از خارج اصله وارد کردن که ما مثلا رفتیم زدیم، پس معلومه هیچ گیرش نیومد. و اگه آخرین تصویری که بخوام برای شما در بحث صحبت کنم که سال
آبان 98 بود که بیرحمانه نزدیک به 2000 انسان رو کف خیابون‌ها کشتن، مردم اون نقطه پایان این گونه مقابله رسیدن که با این رژیم دست خالی کار به جایی نمیرسه، چون 43 سالی مبارزه تو دههای مختلف به شکل‌های مختلف انجام شده. پس برگشتن عقب، ولی در این قیام اخیر از قدرت ایمانشون، از قدرت خشم و کینه‌شون از تصور این که این دشمن خونخوار رو باید دریدش یه انرژی به اینها داد که صحنه‌هایی به وجود آوردن که برعکس همیشه ماموران حکومتی دنبال مردم میکردن فرار میکردن، حالا مردم هم که دنبال ماموران حکومتی میکنن و اونا فرار میکنن. حکومت به جایی رسوند که اسلحه رو با فشنگ ازشون گرفت، اسلحه ساچمه‌ای داد دستشون که مردم این اسلحه رو از دست اینا نگیرن. یک، دو، رژیم اگر میدونست، یعنی فکر میکرد که میتونه بازم مثل 90 کشتار کنه، حاضر بود 10,000 نفر رو قتل عام کنه ولی بدون نتیجه میده و مردم میترسن. به این نتیجه رسید که دیگه این مردم اگه 10,000 تا 100,000 تاشون هم بکشه، این مردم دیگه پا پس نمیکشن و این ماجرا به هر حال یه پروسه ایست که بارها گفتم دو سرعت نیست، مسابقه استقامته. اونی در آخر تو میدون میمونه که بیشتر مقاوم باشه. رژیم است که اعتقاد ایمان درش نیست. رژیم است که اون خشونت اقتدارگونهشو از بالا به پایین نگاه کردنشو از دست داده. رژیم سردرگمه تو سیستم حکومتی خودش با خامنه‌ای چیکار کنه، بعد از خامنه‌ای چیکار کنه. این علمشنگایی که تست میکنه، نام یه روز مشتبه خمینی میاد، یه روز شورای رهبری میاد، یه روز فلان میاد رو پخش میکنه تو جامعه، ببینه عکس‌العمل جامعه چه. همکاری که این تلویزیون خارج از کشور میکنه همشون میگن عربستان پولش میده، یکیشون هم یه دونشون هم نیمدن جلو دوربینشون هم بگن آره آقا عربستان میده. خب بیان بگیم حالا مسئله ریجام همینه، این خبر رو خوش پخش میکنه که این در واقع یه شیوه ای بود از نقل میکنن چه حالا مثلا باز هیتلر رو اینا شد از گوبلز یکی از در واقع نوابق تبلیغات جهان بود که تو سیستم هیتلر کار کرد. این خودش میگه من وقتی میخواستیم یه خبری رو مثبت بودنش رو تو جامعه ببینیم، خودمون یه خبر چاخان رو مثلا تو جامعه پراکنده میکردیم، این میگفت این خبر میرفت یه دور میزد تو تمام جامعه، بعد برمیگشت طرف خودمون اصلا خبر یه چیز دیگه شده بود. یعنی ما مثلا گفته بودیم فرض در مثلا در برلین یه جانی رو گرفتن، حالا به عنوان مثال میگم، این خبر میرفت برمیگشت میرسید اینا میگفتن تو برلین مثلا 500 نفر گرفتن دهن به دهن، تحصیلات روانی چیز جاست. به هر حال ایران آبستن حوادث بسیاری است و هر روز و هر هفته برای اتفاقاتی میفته که غیر قابل پیش بینیه. اون چیزی که من پیش بینی میکنم مثل یه سنگری است که نیروی آماده است، فرمانده ای که میخواد بگه حمله دستش بالاست، حالا این دست رو کی به پایین میاره و به طرف دشمن میگیره زمانش رو حتما اونا از نظر استراتژیک زمان بندی شده حتما میدونن و مردم منتظر این قضیه هستن که البته با گوله مقابل گوله مقابل کنن با این حکومت. خیلی خوب،
میرو برمیگردیم و گفتگو رو با آقای سعید اطلس انجام میدیم.
چشامه باری کوه آواری از ستم آری روشونه هامه حراج عشق و انسان بازار نوبرد داران گریزون دختر ایرون گم شده رویاهاش تو خانم آقایون، همونجور که اول برنامه اعلام کردم طبق روال هفته های پیش گفتگوی داریم، یعنی ادامه گفتگوی داریم با آقای مهندس سعید اطلس از فعالین حقوق بشر که همیشه نظریاتشون از دیدگاه خودشون بسیار جذاب و کارشناسه بود. آقای اطلس درود بر شما. با درود فراوان به شما آقای سرابی و ملت دفاع خواسته ایران و همکارانتون در استودیو. بسیار ممنون. در خدمت. خب ما بحث هفته گذشتمون در حال به اینجا رسید که یعنی شما میخواستین دنباله برنامه رو ادامه بدین که خب میگم وقت اجازه نداد که رژیم داره تلاش میکنه این
قیام مردم رو در واقع به نوعی کم اهمیت و به شکلی پایان یافته تلقی کنه و نشون بده. و به هر حال منتظریم نقطه نظرهای شما رو تو این زمینه با داشته باشیم. بله خواهش میکنم. تشکر. بله این سوال خیلی مهمی آقای سرابی. الان در بسیاری از ویدیو کلیپ هایی که میاد در فضای مجازی مثلا به عینه میبینیم که اون بخش سایبری رژیم بسیار فعال شده و حتی یک سایت های جدیدی به وجود آورده با اسامی افراد مشخص که فرافکنی میکنه. به هر حال از تمام امکانات خودش داره رژیم استفاده میکنه. اما برگردیم به سوال هفته گذشته. در بحثی که پیرامون این سوال در همین برنامه داشتیم به دلایلی اشاره کردم که نشانگر جدیت جنبش کنونی مردم ایران در رهایی از این حکومت جهل و جنایت هست و در این مبحث میخوام اجازه بدید که یه مقداری برگردم به بحث گذشته و بعد بپردازم به بحث امروز. در هفته پیش در مورد شرایط آمادگی های عینی و ذهنی جامعه برای تبدیل اعتراضات کنونی به قیام و قیام به انقلاب توضیح دادم و در این بحث دلایل ارائه دادم که به عقیده بنده این جنبش به هر حال مثل سابق رژیم قادر نیست صدای مردم رو خاموش کنه و در حال پیشرفت است. بقیده من با تمام این شواهدی که در نظر بگیریم من فکر میکنم که به جایی خواهد رسید. دلایل بیشتری در تایید این نظریه دوست دارم که خدمت بینندگانتون عرض بکنم و یکی از این دلایلی که میخوام عرض کنم مربوط میشه به تجربیاتی که مردم ما در این جنبش کسب کردن نسبت به ایزش‌های گذشته. و دو نکته مهم به عقیده من قابل بررسی و توجه هست. یکی گسستن و پاره شدن تور اختناق و ستمگری این رژیم هست که در با شدت تمام در طول 40 سال گذشته جریان داشت و امروزه به عقیده من مردم ایران یک پیام جدیدی رو به این رژیم دادن و اینکه دیگه از شما باکی نداریم، از گلوله‌های شما دیگه زخمی میشیم اما همچنان صدها. این پیام مردم یعنی گسستن تور اختناق و این یکی از عوامل مهم تبدیل قیام به انقلاب. مؤلفه دیگری که بعد من خیلی پررنگ هست به چشم میخوره میزان خشم مردم نسبت به این رژیم هست. یعنی انگار این که چیزی برای از دست دادن دیگه ندارن. ببینید صحنه هایی من در طول این مدت دیدم، حتما شما و بینندگانتونم در این ویدیو کلیپ هایی که هر ثانیه از ایران در واقع داره، حتی در این فضایی که اینترنت وجود نداره به بیرون ارسال میشه، میبینیم که حتی تعداد کمی از جوانان ما در مقابل وحوش و این دستگاه مثلا مزدوران رژیم وامیستن به مقابله برمیخیزن. بنابراین من بحثم روی این دوتاست. این دو موضوعی هست که در گذشته اینقدر پررنگ نبود. شکستن تور اختناق که اصلا وجود نداشت. حالا اگه اجازه بدید من یک کمی سریع صحبتی داشته باشم در مورد گذشته که به اینه ببینیم که امروز چه اتفاقی داره میاد. نمیخوام خیلی دور برم به سال 59، سال 60-61 اینا که خودش یک واقعا داستانی است. کتاب ها میشه نوشت در اون بوره.
میخوام از سال 78 ایرمای 78 که جنبش دانشجویی شکل گرفت، از اونجا بحثم آغاز کنم. در اون تاریخ اتفاقی افتاد که بهانش بستن روزنامه اصلاح طلبی یا اصلاح طلبان بود به نام سلام، که فکر میکنم عبدالله نوری سردبیرش. در آن زمان دانشجویان قیام کردند و رژیم به شدت پاسخ داد و وارد دانشگاه شد، وارد اتاق کار و خوابگاه های دانشجویان شد، اینا رو از بالای بلندی پرت کرد. الان تصاویرش همه موجوده. دامنه این جنبش کشیده شد به خیابان ها و رژیم رو به شدت وحشت زد. در اون زمان خیلی ها تصور می کردیم که اون جنبش به جایی برسه و حتی من گزارشی دیدم، مصاحبه‌ای دیدم که در آن تأکید شده بود که از طرف از سوی خود اصلاح طلبان رژیم، که اون زمان خامنه ای علی‌رغم اختلافات سلیقه‌ای که داشت با اصلاح طلبان، حتی سراغ آقای صحابی رو گرفت، شمس الواعظین و غیره، گفتن آقا از دست به دامن اینا شد که شما برید برای دانشجوها صحبت کنید و این کار شد. من به خاطر دارم که همین اصلاح طلبان رفتن برای دانشجوها صحبت کردن و با بهانه های واهی که الان دشمن داره دخالت میکنه، همینقدر که ما گفتیم کافی بود برای حق، تمام داستانی بود که اینا دانشجوها رو در واقع تحریک میکردن که بتوانه امتیازات بیشتری از خود رژیم بود. وقتی که دیدند مطالبات دانشجویی فراتر رفته، وارد صحنه شدن و خاموشش کردن. بنابراین در اونجا خود اصلاح طلبا عاملی شدن برای خاموش کردن جنبشی که سعی میکردن کنترل شده بود. بعد از این برمیگردیم به سال 1378. جنبش سبز اتفاق افتاد. در اونجا شاهد بودیم که یک اختلافات درونی در بین خود جنبش رنگ سیستم رژیم. جانم؟ میگم جنبش رو رنگ کردن. بله، در اون جنبش هم وارد جزئیاتش نمیشم چون همه اطلاع داریم که چند میلیون نفر در خیابان آمدن و گذر کردن از اون سناریویی که باز هم اصلاح طلبا چیده بودن برای چانه زدن از با خود رژیم و گرفتن امتیازات بیشتر. در اونجا موسوی و کسانی که در اون کمپین بودن فراخوان دادن، ولی وقتی دیدن مردم گذر دارن میکنن از اون چیزی که اینا برنامه که ترسیم کرده بودن، اونجا هم به اینه دیدیم که نخست وزیر سابق خود رژیم در عین خوشخیالی بسیاری از کسانی که فکر میکردن این فرد عوض شده و واقعا الان رهبر این جنبش باشه، اونم شکست. بنابراین در دو اعتراض گذشته ملت ما بازیچه اصلاح طلبا قرار گرفت، هرچند که با فداکاری تمام سعی کرد عبور کنه از سناریوی، از خاکریزهاشون عبور کنه، اما به هر حال وضعیتی پیش آمد که اونجا هم هزارات مردم خاموش. بعد آبان سال 1398 را داریم اگه اشتباه نکنم، که اعتراض شدیدی شکل گرفت. ابتدا بهانه این بود که بنزین، قیمت بنزین گران شده و بعد دیدیم که یک اعتراض همگانی و گسترده عظیمی در سرتاسر ایران وجود اومد. در اینجا رژیم چاره رو در این دید که به شدت سرکوب کنه و
بنا به گزارشاتی که رویتر در اون موقع به نقل از منابع موثق اعلام کرد، 1500 تن از عزیزان ما به خاطر در. حالا در این بعد از این داستان به علت همین فشار اختناقی که یا طور اختناقی که از این نام میبریم، این وحشت هنوز در جامعه وجود داشت، چون اینا تجاوز میکردن، اونایی که دستگیر میشدن اگر خانم بودن، خانمای ما، زنان دلیر ما رو میبردن در زندانها و تعرضات جنسی میکردن، با پسران جوان دیگر. همه این داستانه که خوندیم و بنابراین با شدت تمام عمل کرد. کهریزک نمونش بود دیگه. کهریزک هم نمونش بسیار. و بعد ببینید، چون هنوز این طور اختناق وجود داشت، طور اختناق وقتی صحبت میکنیم منتالی یعنی از ذهنی، هنوز آسیب پذیر. مثلا ببینید خیلی از کسانی که از ایران میان، اینه دیدیم که حتی ضد رژیم هستن، از اونجا به اصطلاح اومدن به خارج از کشور، اینا هفته ها شاید ماه ها طول میکشه که ذهنشون آزاد بشه که الان در فضایی هستن که دیگه پاسدار و اینا دوروبرشان نیست. این به تروما، یه نوع تروما دوچار بشن، یه نوع فشار روحی در ذهن اینا هست که همیشه فکر میکنن که کسانی در تعقیب شد. بنابراین این اختناق یا این پوشش و طور اختناق همیشه یک عامل بازدارنده برای ادامه خیزش ها بوده و در نتیجه با سرکوب زیادی که رژیم صورت میداد، مردم در نهایت به خانه باز میگشتن. البته صحبت های زیادی میشد که خب آلترنتیو وجود نداره، یا مثلا فرض کنید که یک سیستم فرماندهی که بتواند مردم را هدایت کند از کجا به کجا برن، این وجود نداشته. میگفتن جنبش به خاطر این هست که موفق نمیشه، ولی عامل اصلی این نبود. حالا برگردیم، بعد از اینکه خلاصه این سه مورد را بررسی کردیم، برگردیم به جنبش کنونی. یکی از دلایلی که به عقیده بنده این جنبش خاموش شدنی نیست، پاره شدن همین طور اختناقه. و همینطور که عرض کردم، احساس میکنید که جوانای ما وقتی که در صحنه چنگ در چنگ و رو در روی با مزدوران رژیم میشوند، اینا هستن که اونا رو خسته میکنن، جوانای ما هستن که اینا رو فراری میدن، چون اینا حقن، اونا رو حقن. اینا دنبال آزادی هن، اونا دنبال سرکوب و کشتار. بنابراین در اینجا یکی از بریرها یا موانعی که وقتی من در گذشته ما در خیزش های گذشته داشتیم، در این خیزش وقتی من هرچند به طور کامل نمیتونیم بگیم که، چون هنوز یک عده‌ای وجود دارن که خاموش هستن و اینا هم حتماً تعداد زیادی از این جمع وقتی تعادل قوا بیشتر به نفع جنبش انقلابی ما میشه، اونا هم وارد میشن، ولی به مقیاس بسیار بسیار زیادی به عقیده من این لایه اختناق، این تور و این مانع اختناقی که از نظر روانی مانع آزاد شدن انرژی های بچه های ما بود نسبت به گذشته، البته این الان حل شده وقتی من به میزان زیاد. موضوع دیگرم خشم بچه ها هست. ببینید انگار که واقعا، یعنی اون حسی که یک نفر میتواند داشته باشد که اگر به فامیل خودش، به خانواده خودش یک تعرض کنه، با اون خشم برخورد میکنه، الان حتی در مورد هموطن خودش که حالا دستگیر میشه یا میخوان ببرنش، با همون خشم وارد دعوا میشه و میخواد اون هموطنش رو از چنگ اینا
در بیاره. صحنه هایی من یک صحنه دیدم آقای سرابی، اگر ممکن شما هم داشته باشید، یک خانم دیروز تو خیابون داشت راه میرفت، دو نفر از این بسیجی ها مزاحمش میشن، چون خانم حجاب رو شجاعانه برداشته بود و داشت راه در یک خیابون. باور کنید انگار من فکر کردم که یه قهرمان کاراته اونجاست که داره با این دو نفر می جنگه. در حدود چند دقیقه این خانم با اینا به مقابله تن به تن برخاست، یک نفر به دو نفر، تا اینکه به تدریج مردم جمع شدن اونا تفسید. این صحنه ها زمینه که بسیار غرور آفرینه و در تاریخ ما برای نسل‌های آینده یادگار میمونه، یک افتخار بزرگی هست. و بعقیده من این دو مؤلفه در ادامه عرایضم میتواند به عنوان دلایل دیگری بیان کنم که فکر میکنم جنبش نمیخوابه و خاموش نمیشه. خب آقای اطلس، قبل از که گفتگومون رو تموم کنی به برنامه دیگه واگذاریم، خب بینندگان ما حتما بسیاری از کارهای هنری شما رو دیدن که همه خب به هر تم انقلابی و سیاسی داره. چه کارهایی تو برای روزا، به هر حال این روزا نیازمند اینه که کارهای جدیدی هم برای تقویت روحیه مردم تونه چه؟ و من همیشه گفتم ما افتخار میکنیم که رسانه هستیم که تونستیم اون ترانه جاودانه شما رو به جنگ تا به جنگیم رو در واقع سرود یه ملت کنیم. الان چند نسلیست که اون رو میخونه و این هم مایه افتخار ماست، هم به هر حال از کارهای درخشان کانون هنری شماست. این روزا چه میکنید؟ خواهش میکنم آقای سرویت، شما لطف دارید. ببینید همه این کارها کار جمعیه، کار تیمیه. یعنی ببینید من معتقد نیستم که یک فرد اونقدر تماممندی داره که بتواند کار دنیا رو حل کنه، ولی ببینید از یه طرف دیگرم من به عنوان یک ایرانی، هرچند که در داخل کشور نیستم، ولی یک وظایف مشخصی نسبت به زادگاه عزیزم، نسبت به اونجایی دارم که ریشم در اونجا. بنابراین فکر میکنم که هر کدوم از ما یک وظایفی داریم باید انجام بدیم. هر اونجایی که به هر حال در گذشته امکانش بود، به هر حال اینا هزینه داره و وقت میخواد انجام این کارها. و اونجایی که از دستم برمی اومد، در طول این چند سال سعی کردم در هر کجایی که جنبشی صورت گرفت در ایران به این شکل بتونم یه مثال خیلی بندازی ارزن دین خودم رو نسبت به میهنم ادا کنم و نسبت به مردمم. و سال پیش بود که به این فکر افتادم که الان ضرورت همبستگی اصل برای مردم ما یه آرزوی بزرگی که به هر حال اون ترانه همبستگی رو ساختم و با کمک استاد محمد شمس که تنظیم کردن اون شعر آهنگ منو اونو ارائه دادم. و قبلش هم بازم یه کاری داشتم با آقای شمس، شعری بود که ایشون آهنگش رو ساخته بودن به نام همون جنبش دانشجویی شکل گرفته بود در ایران و به هر حال یه کاری بود که انجام دادیم، ولی فکر نمی کردیم که اینقدر در زبانهای دانشجویان ما جاری بشه، از جمله به جنگ تا به جنگی یا دانشجو نمیرد، ذلت نمیپذیرد، تمام اون واژه هایی که بود. یکی دو روز بعد دیدیم که در دانشگاه های ایران به هر حال دانشجویان ما اونو تکرار میکنن. اینا یک اصلا سرایت کرد به کلیت مردم، از دانشجوی اومد بیرون، کلیت مردم تو تدارات میخوندن، نسل جدید هم میخوندن. دقیقاً بعضی وقتا مثلا همین ترانه‌ای که دوست جوان ما آقای شروین خوند و همه گیر شد،
اینا بعضی وقتا برای روحیه کسانی که در جنبش وارد میشن لازم است. البته کارهای بسیار درخشانی در این زمینه در این چند روز من دیدم و کارهای صورت میگیره، اما خودم هم بازم بنا به همون تعهدی که نسبت به مردمم دارم در فکر می هستم که کارهایی رو آخرین کاری دارم. که میخواید بدین آخرین کارتون اسمش چیه؟ اون همبستگی بود. نه آخرین کاری که میخواید ارائه بدین، نه کاری دیگه الان. بله دوتا کار هست که دوتا کار جدید دارم. یکی در مورد ارتباط در واقع خونهای جاری از بخون خفتگان من در خاوران در آقای اطلس، میتونم از شما خواهش کنم هر کدوم که آمادگی ذهنی دارین هر کدوم رو یه خطش رو یا دو خطش رو برمون زمزمه کنین؟ من اشعار آقای سرابین در برای چالشی برنامه هست، میتونم فقط یه بخشی از باشه هر چیزی اون شعر رو البته عرض بکنم خدمتتون که نمیدونم الان آمادگی اونچنی ندارم، ولی شعرش با در واقع اینطوری مضمون شروع میشه که نمیدونم الان از گام درستی شروع میکنم چون سازم در دستم نیست الان. با این شعر شروع میکنم، آواز بعد وارد خود ملودی میشم. من یکی از ساکنان بیشمار خاورانم، خفتم در خاک اما زنده در هر دو جهانم. قصه ها در سینه دارم زانچه که بر ما گذشته، آمدم بیرون ز گور خود که بگشایم زبان. و بعد میاد وصل میشه به تظاهرات امروز و میگه که بنگرم که از لاله‌زار خاوران من سر برآوردم کنون، تا بپاشم بذر بیداری و خیزش بر شب جهل و جنون. بنگرم در چهره نسل جوان این وطن که برانند تا بسازند خیمه‌گاه از سرنگون. حکم پیگرد تو دارم از هزاران سر خفته، از هزاران مادر چشم انتظار و رنج دیده، از خروش ملتی آسی و جان بر لب رسیده، تا برویم ای ستمگر دادگاهی کیفر تو سر رسید. حالا من یکی از اینا رو به صورت آهنگ کوتاه میخونم، ولی از نمیدونم از گام درست دارم شروع میکنم. به این شکل خواهش میکنم. من یکی از ساکنان بی شمار خاورانم، خفته‌ام در خاک، خفته‌ام در خاک اما زنده در هر دو جهانم. قصه ها در سینه دارم دانچه که بر ما گذشته، آمدم بیرون ز گور خود که بگشایم زبانم. نظرش هست بعد سرسختانه منتظریم. خواهش میکنم اشاره که حالا امیدوارم که به زودی آماده باشه با ترانه های دیگری که به قول معروف در پایپلاین هستن، در انتظار هستن و وقت داشته باشم و اینا رو خدمت شما. و واقعا تشکر میکنم از شما و
همکارانتون که این کارا رو پخش میکنید، چون بسیاری از این گونه کارها رو تلویزیون های به اصطلاح خصوصی که وجود دارن پخش نمی کنن، میگویند که اینا درش خشونت هست. و تا الان که روند بر این بوده که این مسائل خشونت، صحبت از حق و دفاع قانونی، اون چیزی که در حقوق بشر منظور شده، وقتی صحبت از این می شود جنبه خشونت از نظر اینا پیدا می کنه. نمیدونم الان صحنه هایی که در ایران وجود داره برای دادخواهی خودشون علت ما آقای اطلس، مهم این است که در طول تاریخ به نظر من هر انسانی میتونه انسان بسیار خوشبختی باشه که بتونه از خودش که اثر ماندگار به جا بگذاره. به عنوان مثال بخوام بگم، الان مرابعبوس آقای گلنراقی رو 7 دهه هست، شاید بیشتر، دارن مردم زمزمه میکنن. یعنی یه اثر ماندگار از یه شخص با یه آهنگ میده. تو عرصه سیاسی من فکر میکنم هیچ سرود و ترانه‌ای در حد به جنگ تا به جنگیم انقدر همه‌گیر نشده. ولی که خیلی ساده از این صحبت میکنم، من داشتم فکر میکردم 3 دهه ازش گذشته تقریبا، چون 78 بود قیام دانشجویان 18 تیر 78. خب این به هر حال به نظرم خوشبختی یک هنرمند، خوشبختی یک نویسنده، خوشبختی یک ورزشکار، خوشبختی یک انسانه که توی مقطع تاریخی یک اثر ماندگار از خودش به جا بگذاره. و همین رو من به هر حال به شما تبریک میگم و امیدوارم که این تداوم داشته باشه. خیلی ممنون، تشکر از شما. یک اثر مشترک بود و تمام کسانی که در دست اندر کار این کار بودن به هر حال همه اینا به عنوان یک تیم با هم کار شد. و امیدوارم که منم این اثر ماندگار دارم. منم میگم این اثر ماندگار رو دارم به شخص به من میگم از... نه بذاری تمومش کنم. از 40 سال پیش به من خورده میگرفتن و اعتراض میکردن که این آقای سرابی فرهنگ فوش آورده توی رسانه های عمومی. الان میبینی مردم ایران تمام خشم و خشونتشون رو و کینهشون نسبت به این دیگه با چاشنی فوش، چون بعد ما فوش شخصی نیست، دعوا بین دو نفر نیست، اون نهایت بیانه به قول گفتنی تمونده از یه خشم و کینه ایست که شما بیان میکنی. از اینو به طنز گفتم، به شوخی گفتم، ولی جایگاه شما جای خودشو داره. بله، این دقیقا آقای سرابی این مسئله که میفرمایید منو یاد صحبت های مهندس بازرگان در دادگاه‌های رژیم گذشته میندازه. در اونجا مهندس بازرگان که خودش هم یه آدم لیبرالی بود، اهل خشونت و به اسلامی خشونت، یعنی اهل جنگ نبود، و در اونجا مهندس بازرگان یک جمله‌ای داره که خطاب به دادستان میگه و قاضی دادگاه میگه اگه شما امروز ما رو تحمل نمی کنید بدانید که نسل بعد از ما شما به این گونه عمل نمی کنه. وقتی که پاسخ نمی گیریم از شما، بعد از ما اینطوری با شما برخورد نمیشه نسل ما. همینطور هم شد و بعد دیدیم که در ادامه اختناقی که در زمان اصلاح شاه رژیم گذشته جریان داشت، گروه های مسلح ایجاد شدن، چون دیگه ببین پاسخی نمیتونستن بگیرند از اون حکومت که دلگرم بشن به حل مسائل. بنابراین الان هم همینطوره. اون خشمی که میبینیم یا اون چیزی که شما میفرمایید از 20 سال پیش، اون خشمی که مهران در شما وجود داشت و جوان در این مورد ما بحث میکنیم با هم دیگه، او خشمم زایده در واقع صدمه دیدنه و این که با آدم میخوره یه چیزی و وقتی دستش به اینجا بند نیست حالت قهرامیز پیدا میکنه. الان جنبش ما قهرامیزه و من تعجب میکنم، البته تعجب میکنم که امیدوارم که
قطع نکنم، ولی همین تلویزیون هایی که میگفتن این کارا نمیدونم خشونت طلبیه و خیلی شماتت میکردن، خب این نتایج دیکتاتوریه. یعنی وقتی که حاکمیت پاسخ نمیده به حق مشروع دادخواهی مردم، حاصلش هم میشه و الان هم به قول شما زنهایی در ایران میبینیم که دیگه از چله رسا دیگه در رفتن، دیگه هر چیزی که در اختیارشون هست و هر نحوی میخوان اون خشمشون رو بیان کنن به این پشت. بسیار سپاسگزار آقای اطلس و امیدوار هستیم که تا برنامه دیگر اتفاقات بسیار خوبی افتاده باشه که بتونیم بیشتر و باستر در روی صحبت کنیم. خیلی متشکرم از شما آقای سرابی و از آقای شبان، دوستانتون که در پشت صحنه زحمت میکشن و خودتون که تمام زندگیتون رو اونطور که من شاهدم در این 30 سال گذاشتین در این راه. برحال امیدوارم که تمام این زحمات بدون چشم داشتی که به خاطر همون زادگاه ما، ملت ما و حق از دست رفته اینها به عمل میاد در هر کجای جهان، به ویژه ماهایی که در خارج کشور هستیم و مدیون و خونها هستیم در واقع. البته خیلی خوشایند نیست که تمام استعدادها و کارامون رو الان نتوانست در اختیار کشور ما قرار بدیم، ولی به هر حال اینا همه به این نقطه رسید که همه این زحمات به اینجا ختم شد که امروزه میبینیم چشم انداز بسیار روشنی برای ملت ما پیش پا وجود داره. و من فکر میکنم آقای سرابی، اگر انقلاب این جنبش ما که به قیام و قیام به انقلاب تبدیل بشه و پیروز بشه، ببینید کشور ایران به عنوان یک بهشت سرسبز در منطقه خاورمیانه ظهور خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه تمام این کسانی که خارج کشور آمدن، چه از نظر علمی، تجربی، مالی، در حدی هستند که اگر این سرریز بشه به داخل کشور ما، بعد از سرنگونی با عشق سرریز بشه بدون اینکه کسی بخواد، حتما این گونه خواهد شد. قدم السلام این گونه خواهد شد. ممنون از شما. سپاس از شما. روز شما بخیر. خیلی ممنون. دنبال برنامه ها رو با هم پی میگیریم.
سوپر دینا در بهترین منطقه هنگلینگ در خدمت هموطنان عزیز است. کلی ما یحتاج خانواده فارسی زبان رو میتوانید در سوپر دینا پیدا کنید. سوپر دینا با پارکینگ مجانی در میدون هنگلینگ. اینجا لندن است. رادیو جهانی رنگارنگ لندن. هفته گذشته در برنامه گذشته اون شرم نگاهت منو کشته، یه گل نه صد گل نه، هرچی گل دیدم رنگ تو داره. پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکونهاد. اینجا بود که مثلا تعاتختی این اثرات رو رو آدم میذاش به زبان بسیار ساده و مهربانانه. اولش که همین رنگارنگ بود، از رنگارنگ شروع شد. حلقه صدایی ملی و مستقل برای هر کس که دلش برای ایران و آزادی مردم ایران میتپد. نیومد. مثلا چه حرفایی؟ آخه چی جوری بگم؟ تو این مملکت قربت در اساس تعهد و قولی که به شما داده بودیم که یک سال فرصت خواسته بودیم، به جرأت اینو میتونم بگم طول یک سال کاری رو که با میل و علاقه نپسندم، عاشقانه بهش نگاه نکنم، در من اثری به وجود نیاره، تأثیری نذاره، اجرا نمی کنم. یکی از جمله اموری که ملال آور و پر زحمت و سخت است
نگهداری اموال کسان است. آهنگ چهارم پنجم بود که من اینو خوندم، بهتر یه زمزمه‌ای براتون بکنم. همین آقا که خسته نکنم که اینو بگی. آهنگ این بود که برام همون ناصر تبریزی شادروان، ایشون آهنگش ساخت و شعرش هم از آقای بامداد جویباری بود و دادن به بنده خوندم. این بود: دلم گرفته میخوام گریه کنم. اینجا لندن است، رادیو جهانی رنگارنگ لندن. خانم آقایون، همونجور که اعلام کردیم در این بخش برنامه دو مهمان داریم. آقای دکتر سیامک شجاعی، استاد دانشگاه ویلیام پرستون در نیوجرسی آمریکا، که به ایشون خیلی مقدم میگیم، و همچنین همکار خوبمون آقای علی سیفی که به هر دو مهمان در واقع خیلی مقدم میگم. سپاسگزارم جناب سرابی از دعوتی که فرمودید و همینطور خدمت همه همیهنان ارجمند و دلیرانی که در ایران در مقابل دشقیم ایستادن درود میفرستم. منم درود میفرستم به شما جناب آقای سرابی و همچنین جناب دکتر شجاعی گرامی، و خیلی از ایشون سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن و این افتخار رو دادن و مهمان ما شدن. ممنون از هر دو مهمان. خب به هر حال من برای اینکه به عنوان مجری شروعگر این بحث باشم و اتفاقاتی که امروز به عنوان قیام ملی در کشور ما اتفاق افتاده، یک اسلحه پنهان داره. اسلحه پنهان در واقع اقتصاد اون حکومتی است که نشون میده که میتونه پایدار بمونه یا کمرشکن میشه و ریزش پیدا میکنه. ولی چون بحث اختصاصی و تخصصی است، من این سوال رو به آقای دکتر شجاعی واگذار میکنم که اصله پنهان اقتصاد رو در این شرایط چگونه ارزیابی میکنن. با سپاس. بله جناب سرابی، بدون شک مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم یکی از عوامل عمده است که جانشون به لبشون رسیده و تحت فشار اقتصادی کمرشون شکسته شده. در طی همین 10 سال گذشته درآمد سرانه ایرانیان، یعنی درآمد ملی اختصاص داده شده به طور متوسط به هر فرد ایرانی، حدود 33% کاهش پیدا کرده، در حالی که در شرایطی هستیم که
مسئله کووید و مسئله تحریم‌های اقتصادی از سوی جوامع بین‌المللی کمر مردم رو شکسته، ارباب جمعی رژیم میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران رو به خارج از کشور فرستاده و فرزندانشون و اونهایی که ژن‌های برتر هستند در سرزمین‌های آزاد و سرزمین‌هایی که درش رفاه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آزادی تمام و کمال وجود داره مشغول عیش و نوش هستند. بیشتر از 1,000,000 جوان فارغ التحصیل از دانشگاه‌های ایران که بیش از نیمی از آن بانوان ایرانی هستند فاقد شغل مناسب هستند و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها هم که شاق شغل دارند و مشغول هستند اونها هم در اون رشته تخصصی خودشون کار نمی کنند. طبقه متوسط جامعه روز به روز به خط فقر نزدیکتر میشه و این رژیم غیرقانونی دستورالعمل‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی رو به سرعت اجرا میکنه و به بهانه اینکه ما سوبسید داریم به انرژی، حامل‌های انرژی، مواد غذایی اولیه مردم پرداخت میکنیم، ارز به اصطلاح 4200 تومانی رو به بالای 23000 تومان رسونده، در بازار آزاد هم که بالای 30000 تومانه و این دزدی و فسادی که این رژیم رو گرفته حتی مردم رو از تأمین مایحتاج اولیه‌شون که نان و پنیر و یک مقدار مختصری گوشت و مرغ و چای و شکر و اینجور چیزها باشه ناتوان کرده و همه اینها در چشم‌انداز اقتصادی و آینده‌ای رو به روی جوانان باز میکنه که شکایت از فقر و بیچارگی و بدبختی در شرایطی که 1% این جامعه وابستگان به رژیم، بیش از 70% نقدینگی یعنی پولهای بیرویه که چاپ شده رو در دست دارن، جوان 23 ساله ایرانی برای اینکه به تظاهرات بره باید از پدر سالخوردهش تقاضای پول بلیت مترو بکنه و بگه پدر به من پول بلیت مترو بده که من بتوانم به تظاهرات برم. یعنی اینقدر گرفتاری اقتصادی کمر مردم رو شکسته و در این شرایط بدون شک این تفاوت عمیق درآمدها و ثروت‌های نجومی که مفتخوران و پرخوران رژیم دارن با این زحمتکشان سرزمین ما خودش یک انگیزه عظیم انقلابی است و در بسیاری از نقاط جهان باعث انقلاب شده. مزید بر اونها رژیم از اینکه ناتوان در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مردم و سیاست‌های بین‌المللیش هم به شکست خورده، چماق سرکوب رو بزرگتر از گذشته در دست گرفته و می‌بینیم که چطور بر بانوان ایرانی در مورد این البسه قرون وسطاییش فشار آورده و چطور دست به قتل دختران و بانوان ما در خیابان‌ها و در اسارتگاه‌ها زده. وضعیت اقتصادی رو میشه در موردش ساعت‌ها صحبت کرد، اما آنچه که مسلمه مردم ایران شایسته این هستند که بتوانند منابع نفت و گاز خودشون رو به راحتی به جهان صادر بکنند، منابع ارزی ناشی از اون رو برای ساختن زیربنای اقتصادی مملکت و همینطور حداقل در کوتاه مدت و میان مدت برای تأمین آذوقه مردم به اعتقاد من با دلاری که همردیف حقوق دست مزد کارگران زحمتکش باشه. یعنی اگر یک کارگری در ماه 2,000,000 تومان حقوق میگیره، محاسبه بکنیم که این هزینه اولیه زندگی این کارگر چقدره و مایحتاج اون رو با ارز ناشی از فروش نفت و گاز شاید دلار، مثلا من نمیدونم الان دقیقا، من محاسبه نکردم، با دلار 1,000 تومان و 500 تومان و 2,000 تومان این ارزاق توسط افرادی که مورد اعتماد مردم هستن وارد مملکت بشه و از یک طریقه توزیع عادلانه در اختیار مردم قرار بگیره و بعد در دراز مدت البته این منابع میتوانن ساختار اقتصادی مملکت رو به سمت پیشرفت و ترقی و به روز شدن ببرن و ایران بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی جمعیتی بالای 80 میلیون باشه. بسیار سپاسگزارم، به امید اون روز. و من سوال رو واگذار میکنم به آقای سیفی که اگه سوالی دارم بفرمایید. با
سپاس از شما آقای سرابی. من خدمت شما عرض کنم جناب دکتر شجاعی گرامی، یک ماه هست از خیزش‌های سراسری مردم ایران می‌گذره و بسیاری از کارشناسا بر این باورن که این خیزش‌ها تفاوت بسیار عمده‌ای با خیزش‌های به عنوان نمونه سال 88 که بسیاری گفتن رأی من کو و به خیابون‌ها ریختن، سال 96 باز هم جمعیت اومدن خیابون‌ها و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، سال 98 برای سرنگونی اومدن، اما به این فراگیری که در سال 1400 امسال، یعنی در امسال هستیم 1401 بله، میخواستم ببینم از دیدگاه شما این ویژگی این چه ویژگی های دیگه ای رو میشه برشمرد بر این خیزش ها. بله جناب سیفی، من این کلمه خیزش رو که جناب علی استفاده فرمودید، البته میدونم که حسن نیت دارید، ولی متاسفانه در این روزهای اخیر در طی هفته گذشته من متوجه شدم که بعضی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور افرادی رو که کاملا واضحه که سمت سوی رژیم و به اصطلاح اون گروه مخالف خامنه ای در درون رژیم هستن، این انقلاب مردم ایران رو به یک خیزش اعتراضی تعبیر و تفسیر کردن و از کلمه خیزش اعتراضی جوانان، خیزش اعتراضی بانوان صحبت میکنن و اون رو، این انقلاب رو تقلیل میدن به یک حرکت، یک خیزش. خیزش انسان خیزش میکنه، چند قدم جلو میره، بعدم ممکنه خسته بشه، فقط بده بعد به اعتراضاتش توجهی بشه و همه چیز ساکت بشه. به اعتقاد من این ادامه انقلابی است که از صدر مشروطیت آغاز شد. جوانان در هر دوره تاریخی به محض اینکه به سن بلوغ میرسن، به محض اینکه می توانند در مورد محیط زندگیشون، اطرافشون، اجتماعشون، سیاست مملکتشون، سردمداران مملکتشون و مسیری که مملکتشون میره، وضعیت اقتصادیشون، فرهنگیشون و اجتماعیشون بررسی بکنند و به قول معروف با چشمی باز و نگاهی انتقادی و جوان به اطراف و محیط زندگی خودشون بنگرند، وقتی که ناراضی میشن از اون چه که میبینند، دست به قیام میزنن، دست به انقلاب میزنن و خواهان تغییرات ساختاری میشن. در انقلاب مشروطه ما شاهد این بودیم، جوانان بودن اون روزها که در این نبرد مسلحانه علیه ظلم و ستم حکومت محمد علی شاه و حکومت قاجار به میدان آمدن. یک سال تمام ستارخان و باقرخان در تبریز مقاومت کردند، تبریزی که محاصره شده بود، کشته ها دادند. بانوان ایرانی در کنار ستارخان و باقرخان و لشکر مسلح او در تبریز می جنگیدن، مسلحانه مبارزه می کردن تا موفق شدن به تهران برسن، تهران رو اشغال کنن و حکومت محمد علی شاه قاجار رو وادار کنن که به آنچه که قانون مشروطه بود حداقل عمل بکنه، احترام بگذاره. و متاسفانه ما شاهد بودیم که در اون زمان میوه چینی شد و بالاخره این دو سردار بزرگ، به خصوص ستارخان که قهرمان ملی ایرانیانه، نتوانست به آرزوهای ملی خودش برسه و چطور ناجوان مردانه هدف تیر قرار گرفت و بعد از مدتی چندین سال که در بستر بیماری و چرک و غیره بود به خاطر اصابت گلوله به پاش، دار فانی رو در سن 48 سالگی وداع کرد و آرزوهای انقلابیش با خود او به گور رفت. این انقلاب مشروطه همونطور ادامه پیدا کرد. ما در 28 مرداد هم شاهد یک حرکت عظیم دیگری بودیم که البته اسمش رو انقلاب نگذاشتن، بهانه ملی شدن صنعت نفت و غیره بود، اما خواست مردم و جوانان اون روز که دور دکتر مصدق جمع شده بودن و گروه های سیاسی دیگر، این بود که باز از حکومت فردی خودشون رو رها بکنن و جامعه‌ای داشته باشن که در اون نمایندگان واقعی مردم به انتخاب مردم به مجلسی برن که اونها رو نمایندگی میکنه و سرنوشت مردم رو تعیین بکنه، که اونجا هم باز دیدیم انقلاب شکست خورد و متاسفانه
علی‌رغم اینکه در دوران پهلوی سازندگی‌های بسیاری انجام شد، اما استبداد فردی و حکومت فردی ادامه پیدا کرد. من که خودم در دوران جوانی، همون 17-18 سالگی، 15-16 سالگی، بعد از وقایع 28 مرداد 1332 چشم به جهان گشوده بودم، به اطراف خودم نگاه می‌کردم، می‌دیدم مثلا در خیابان یک پاسبان چطور زور میکنه، زور میگه، یک افسری که یک دو تا دونه تشتک بر روی دوشش گذاشته چطور به مردم زور میکنه، ستم میکنه، در ادارات چه میشه، در دانشگاه چه میشه. ما زندگیمون رو، محیط اجتماعیمون رو مورد سوال قرار دادیم. و بدتر از همه وقتی که به ما اعلام شد که باید تحت یک حزب فرمایشی از بالا همه مهذب بشیم و اگر دوست نداریم پاسپورتمون رو بگیریم به هر بهشت یا جهنمی که می‌خوایم بریم، باز هم در اون دبیرستان ما، در بعد از دبیرستان، دوستان دبیرستانی ما خونشون به جوش آمد، گفتن که این فرد اصلا برای ما مطرح نبود، چه خدماتی به اون مملکت کرده و چه آینده بهتری رو به عنوان دروازه‌های تمدن بزرگ میتونه به روی مردم بگشاید. خون به جوش آمده بود که چرا یک فرد باید دست به کمر بزنه، سینه رو سپر کنه، سینه رو جلو بده و به من جوان بگه که تو باید بری در این حزب و اگر نرفتی، دوست نداشتی، بیا از این مملکت برو، اصلا این مملکت تو نیست. اونجا هم این آتش انقلاب مردم شعله ور شد و دیدیم که به سال 57 رسیدیم و متاسفانه باز همون تجربیات گذشته تکرار شد. یعنی در همه انقلاب ها به جز حکومت حاکم، رژیمی که بر سر کاره ضد انقلاب است و سر میکنه که انقلابیون رو سرکوب بکنه و نابود بکنه و جلوشون رو بگیره، فرصت طلبانی هم هستن که شاید خطرناکتر از حکومت باشن و آماده خوشه چینی، آماده میوه چینی از حرکات انقلابی مردم و جوانان میشن. و ما شاهد بودیم که خمینی جنایتکار، به اعتقاد من بزرگترین ضد انقلاب، به کمک دسیسه خارجی و پولهایی که از دول خارجی گرفته بود و افرادی رو که در خارج در کنارش نشانده بودند، با هواپیمای ایرفرانس به ایران فرستادند و آمد و میوه چینی کرد و به سرعت مشغول کشتار و اعدام و سرکوب همان جوانهایی شده بود که شاید هم اصلا تاریخ ایران رو نمیدونستن، شاید هم تاریخ مشروطه رو نمیدونستن، اما به محیط اطراف نگاه کرده بودند و خونشون به جوش آمده بود، میخواستن انقلاب کنن، دنیای بهتری بسازن، میگفتن دنیای بهتری ممکنه، ما به سمت دیگری میخواییم بریم. خمینی آمد و میوه چینی کرد و ضد انقلاب شد و انقلاب رو سعی کرد که نابود کنه، از بین ببره. و همه شما آقایان میدانید، همیهنان ارجمندم که سن و سال ما هستن، ما تاریخ زنده این مملکتی، ما میدونیم که چه گذشت و چگونه هزاران تن از بهترین جوانان اون سرزمین رو همین مرد جنایتکار، آقای رئیسی شش کلاسه، در سیاه‌چال‌های خمینی جنایتکار به اعدام محکوم کرد و دسته دسته اونها رو به گورستان‌ها فرستاد. امروز جوانان امروز مثل جوانانی که ما بودیم، مثل جوانانی که شما بودید، به اطرافشون نگاه می‌کنن. وضعیت اقتصادی رو خدمتتون عرض کردم. جوانان میگویند که من چیم از یک جوان مقیم لس آنجلس یا آنکارا یا استانبول یا حتی لبنان کمتره که نباید آزادی های اولیه انسانی و حقوق اولیه انسانیم از من سلب بشه. بانوی ایرانی میگه که من چرا باید در جامعه اینطور بترسم و بلرزم که اگر یک پارچه سیاهی سر تا پای بدن من رو نپوشونده باشه، مردانی در این جامعه هستند که تحریک میشن و من رو مورد تعرض و آزار جنسی قرار میدن. بانو ایرانی میگه که من برای مسافرت به خارج از کشور برای چه باید از همسرم که با او پیمان اصطلاح همسری بستم ببخشید اجازه بگیرم، در صورت طلاق فرزندانم رو از من میگیرن و این قوانین قرون وسطایی آخوندی چرا باید سرزمین من و سرنوشت من رو به این تیره و تباهی بکشونه. به وضعیت اقتصادیش نگاه میکنه، از دانشگاه فارغ التحصیل شده، شغل و کار مناسبی نداره،
به برج‌های عظیمی که ساخته شده، به قصرهای عظیمی که ساخته شده که شاید در لس آنجلس و در نیویورک هم نظیر اونها رو ما کم بتوانیم پیدا کنیم، نگاه میکنه و میگه این مفتخوران و پرخوران که ها هستند که با سرکوب و کشتار مردم ایران و تسلط بر میلیاردها دلار ثروت مردم این کشور اینطور شاهانه و در قصرهای مجلل خودشون زندگی میکنن، در حالی که کودک خیابانی از سطل آشغال باید آذوقش رو تامین بکنه. این جوان انقلاب میخواد بکنه، این جوان میخواد این انقلابی رو که از او دزدیده شد به ثمر نرسید و شکست خورد رو ادامه بده و انقلاب ایران ادامه داره. و میبینیم که چطور برخلاف سال 88 که اشاره فرمودید که جنگ گورکا بین رفسنجانی و خامنه ای باعث شد که بیاین و اون موسوی جنایتکار و کروبی که همیشه هم دست خامنه ای و خمینی جنایتکار بودن رو به بازی بگیرن و جوانان ما رو مشغول به این بکنن که یه مقداری پارچه سبز به سر و صورت و دست و مچ و سینه و کرواتتون ببندید و بگویید که رأی من کجاست در مقابل احمدی نژاد ابله، اونها رو مشغول به این کار بکنن. جوانان در اون زمان هم متوجه شدن در اون سیل میلیونی معترضان که باید شعارهای ساختار شکن بدن و به محض اینکه شعارهای ساختار شکن برای براندازی تمامیت رژیم آخوندی دادن، دیدیم که چطور موسوی به مردم گفت به خانه ها برگردید و در خارج از کشور هم حتی گفت که صفوف خودتان را سبزها از ساختار شکنان جدا کنید، مجزا کنید. یعنی باز ضد انقلاب به وحشت افتاد که کلیت رژیم ضد انقلابی ممکنه که به گورستان تاریخ سپرده بشه. قبل از اون هم وقتی که مسئله میکونوس پیش آمد، دادگاه میکونوس و همیهنان ما رو در آلمان به قتل رسوندن، سفرای اروپایی تهران رو ترک کردن، جوانان اون روز هم آماده انقلاب و ادامه انقلاب بودن، اما حقبازی به نام خاتمی، محمد خاتمی رو آوردن و مسئله به اصطلاح جامعه مدنی و این مسائل رو مطرح کردن، اونم در رژیم آخوندی که جامعه مدنیش مسجد است و تکیگاه است و سینه زنی است و روزخانی است. ادای جامعه مدنی خارج از کشور رو خواستن در بیارن و بدین ترتیب در اون مقطع هم جلوی انقلاب رو گرفتن. اما من عرایزم طولانی شد، نمیخوام سرتون در بیاد. اون چه که امروز ما شاهدش هستیم ادامه همون انقلاب جوانان است که این پرچم از نسلی به نسل دیگر داده شده، با جان و دل، با خون خودشون، با حیات خودشون، با هستی خودشون به میدان آمدن و میخواهند که همونطور که اشاره فرمودید نه اصلاح طلب رو میخوان، نه اصولگرا رو میخوان، خواهان براندازی کامل این رژیم غیرقانونی هستند. و اون میوه چینان و ضد انقلابی ها هم در رسانه های خارج از کشور، در درون کشور میبینید نشستن و منتظر هستند که باز این اقدام انقلابی جوانان رو منحرف بکنن، به خیزش های فمینیستی و غیره تبدیل بکنن و بگوین باز هم بله خامنه ای، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر پسر خامنه ای، آقای مشتبه ولایت رو نبینی. و در این حال جوانان آگاه در درون کشور شعارهای ساختار شکن برای براندازی کامل رژیم میدن. باید بسیار مراقب بود این شق شق کردن مردم که اینها بانوان هستن، این انقلاب بانوان است. مگر بانوان ایرانی در طی همه این سالها از سطر جنگ های مشروطه تا سال 57 همیشه در کنار سایر هممیهنانشون با هر جنسیت دیگری با استبداد مبارزه نکردن؟ مگه هزاران تن از بانوان شریف ایرانی، دختران دبیرستانی و دانشگاهی در سال 57 و بعد سالهای 60 و 67 به دست این جلادان در زندانهای ایران به گورستان فرستاده نشدند؟ اینها بانوان ایرانی بودند که مبارزه می‌کردند در خیابان‌ها، همین بانوانی که به سازمان مجاهدین خلق پیوسته بودند، بانوانی که به سازمان فداییان خلق پیوسته بودند، بانوانی که در شروع انقلاب خیابان‌ها ریختند و گفتند که ما خواهان
پوشش آخوندی نیستیم و میخواهیم آزاد اون چه که میخواهیم، نه به اجبار آخون و اون شکلی که میخواهیم لباس بپوشیم. مگر خانوم هما دارابی نبود که آمد در میدان تجریش بر خودش بنزین ریخت، شعله های آتش رو زبانه زد بر آسمان، سوخت، فریاد زد مرگ بر جمهوری اسلامی. معلومه که این انقلاب انقلاب بانوان بوده، معلومه که این انقلاب همیشه انقلاب جوانان بوده، معلومه که این انقلاب همیشه پشتوانه سالخوردگان و افراد با تجربه رو پشت و پناه جوانان داشته. امروز میخوان ما رو شق شق کنن. یکی در لس آنجلس نشسته، خودش از من فسیل تره، سالهاست در پشت این میکروفون ها نشسته، میگوید که این فسیل ها برون به کناری و بگذارن جوان ها بیاین جلو. اگر فصل فسیل زدایی است، شما چرا پشت اون بلنگو نشسته اید؟ به عده دیگر را آوردن، میگوین ارتجاع سرخ و سیاه در سال 57، بیایید پدران و مادرانی که اون روزها انقلابی بودید، بیایید از مردم عذرخواهی بکنید. ببینید ببینید شرف ملی ما رو تا کجا زیر پا میگذارن. بسیار ممنون آقای دکتر و سپاس برای اینکه شما ادامه انقلابه و ادامه پیدا خواهد کرد. ممنونم. بیا میگذارید شما برای که به قولی و گفتنی کوتاهی داشته باشین. شاید اینجا من یه مسئله رو اشاره کنم، چون از صدر مشروطیت صحبت شد و از باقرخان و ستارخان، جا داره که از امیر کبیر هم یادی کرده باشیم، مردی که به هر حال در تاریخ تأثیرش کم نبوده. آقای شجاعی ببینید، شاید اگر بخوایم چون از به تاریخ پرداختیم، از قاجار هم بخوایم شروع کنیم که به پهلوی رسید بعد به خمینی رسید، معمولا انقلاب ثمرش انتقال قدرته، یعنی از یک قادری قدرت رو میگیرن به مردم واگذار میکنن. ولی در این طی این سه حکومت انتقال قادر شد، یعنی یه دیکتاتوری رفت، یه دیکتاتوری جاگزینش شد و همینجور ادامه پیدا کرد تا به خمینی. و شاید شاه بیت خمینی که ارتباط به کار شما هم پیدا میکنه، اون جمله معروفشه که گفت اقتصاد مال خره. و در طول تاریخ من فکر نمیکنم هیچ رهبری در هیچ کجای دنیا چنین کلمه احمقانه ای رو به کار برده باشه که اقتصاد، که در واقع شالوده یک حکومت و یک نظامی رو میسازه، تشبیه کنه به صفت خر. و امروز که ما شاهد اقتصاد مافیایی نظام جمهوری اسلامی هستیم، و چون من به عنوان به هر حال مجری یک تلویزیون از روز اول، یعنی از 30 چند سال گذشته، اعتقاد دارم که فحشا دولتیه، اعتیاد دولتیه، اقتصاد مافیای دولتیه و همه چیز خود رژیم در واقع پایه و اساسش رو در دست داره. حالا سوال این است که این اقتصادی که به هر حال یه بخشش تو زد و بندهای دولت‌های اروپایی و لابی‌های آمریکایی گره می‌خوره، یه بخشش به اصطلاح این دیوار دفاعی است که رژیم به شکل‌های مختلف، دیوار رسانه‌ای به وجود آورده برای خودش که در واقع بازی کنن رژیم رو، یه بخشش رو بسیار بد نشون بدن و در لالو اینا یه سری آدم بکشن بیرون به عنوان چهره‌های به اصطلاح مثبت. و پادوهای خارج از کشور در شکل و قالب مفسر و نمیدونم آگاه به امور سیاسی و غیره، زاره که همونجور که شما اشاره کردید، برای مردم ایران نسخه میپیچند. آنچه مسلمه نسل جوون ایران اصلا اعتنایی به این مسائل دیگه نداره. سال 88 چرا رسانه تونستن برن تو خونهای مردم و تعیین کننده باشن، ولی در شرایط کنونی رسانه خارج از کشور هیچ اعتبار خاصی تو نسل آگاه و جوون ایرانی نداره و اونا راه خودشون رو پیدا کردن و طوری مسئله رو پیش خواهم برد که به حق مسلمشون احتمالا خارج. حالا من سوالم اینه که آقای دکتر، با توجه به این که به هر حال رژیم با نیروی
یعنی همین نیرویی که خمینی میگفت اینایی که تو گهوارن آینده انقلابن، همون نیرو الان مقابل این رژیم واسده و ناقوس مرگ این رژیم به صدا در ده. نیروی واقعا طلایی در طول تاریخ، با استعداد، باهوش، پر از انرژی، خلاق، که اگر یک روزی همونجور که شما اشاره کردی زندگی عادی رو به دست بیاره، به شما قول میدم یکی از نسل‌های طلایی تاریخ خواهد بود. این نسل مقابل رژیم ایستاده، ولی پایه و اساسی که من میخوام باز به روش اشاره کنم اقتصاد کنونی ایرانه، اقتصادی که بیماره، اقتصادی است که بخشیش در واقع دلالی و لابیگری جهانیه و اینا کمک میکنن که به هر حال این رژیم بمونه، چون بودن این رژیم برای دلالهای و لابیهای خارجی بهترین رژیم دنیاست، رژیمی که نه عرق ملی داره نه اصلا هویت ملی داره، بلکه هویتش کاملا ضد ایرانی و علیه مردم ایرانه، به خصوص صفت زن ستیزی رو از روز اول با خودش آورده. حالا سوال من این است که آقای دکتر این توازن اقتصادی رو شما در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه میبینید؟ بله جناب سرابی، میگن جان از سخن از زبان من میگوید. اشاره فرمودید به خمینی که گفت اقتصاد مال خر است. البته من سعی میکردم همیشه این کلمه رو استفاده کنم، گفتم چارپایان، اما به هر حال باید گفت، جوانان باید بدونن. خمینی به اعتقاد من این رو از روی نادانی و حماقت نگفت. او یک شیاد و فرد مزوری بود که به خوبی میدونست هر کلمه ای که از دهانش بیرون میاد چه معنایی داره و چه پیامی رو به کجا داره میفرسته. همیهنان جوانان ارجمند مایی که با ادبیات اقتصادی چپ و مارکسیستی مثلا آشنا هستند به خوبی میدونند که ادبیات اقتصاد چپ میگه که پایه و اساس همه چیز روابط اقتصادی و اقتصاده. این روابط اقتصادی در جامعه است که زیر بنای اقتصاده و اون چی که شما در تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و روابط خارجی و داخلی و غیره میبینید اینها روبنایی است که ناشی از اون روابط اقتصادی زیربنایی است. و خمینی با گفتن اینکه اقتصاد مال خر است در حقیقت به جیمی کارتر و به همین نهادهای بین‌المللی اقتصادی سرمایه‌داری پیام مستقیمی فرستاد که اون چه که ما می‌خواهیم بکنیم مسئله اقتصادی نیست، اصلا به اقتصاد کاری نداریم، ما بیایید ببرید هر کاری می‌خواهید بکنید، مسئله ما اینه که میخوایم حکومت اسلامی آخوندی رو در اینجا برقرار بکنیم. و این پیامی بود که خارجی ها هم به خوبی گرفتن، یعنی گفت خیالتون راحت باشه، ما این چپی ها و مارکسیست ها و مارکسیست های اسلامی و غیره رو جلو همشون رو میگیریم. من فقط جلوشون رو گرفت بلکه اعدام کرد، دست دست رو کشت و اعدام کرد، یک دهه هم طول داد کتابتون اون نسل انقلابیه که تمایلات چپیه داشت و اقتصاد رو به این شکل میدید رو نابود بکنه، از بین ببره، که البته مطلوب خارجم بود و دیدیم که سر صدایی هم بلند نشد. اما وضعیت کنونی اقتصادی مردم ایران، جناب سرابی، اقتصاد مافیایی که اشاره فرمودید سال هاست که در ایران برقرار شده. سال 2013 این تلویزیون بی بی سی موقعی که میخواستن این روحانی رو بیارن بر سر کار دعوت کرده بود که ما بریم در اونجا در همون شب این تظاهرات خیمه شب بازی انتخابات و یه دیل آورده بودن. من وارد که شدم دیدم ای باد بر من، شعرها رو که دیدم دیدم یکی طرفدار رضایی، یکی طرف اینا هم اصلاح طلب و غیره، اصلا یه نصر جمهوری اسلامی رو آوردن اونجا. بنده تنها فردی بودم که احساس کردم اصلا تعلق به اینجا ندارم و مرتب می اومدن سوال میکردن در توی برنامه نیمه شب. بنده رو یه بار بردن نشوندن اونجا، بودن آقا نظرت چیه و چرا رأی هنوز بیرون نیومده، گفتم برید از آقای خامنه‌ای بپرسید. اونجا من عرض کردم سه مشکل اساسی در این مملکت وجود داره. یک، فساد اقتصادی، فسادی که ایران رو، اقتصاد ایران رو به یک اقتصاد مافیایی غیر مولد تبدیل کرده. دوم، نالایق بودن کسانی که اقتصاد و سرنوشت مردم در دستشونه. و مسئله سوم هم این است که این نادانی باعث شده که روابط خارجی با ممالک مختلف دنیا هم به هم بریزه. مسئله تحریم است و مشکلات اقتصادی، و تا این سه مشکل حل نشه ما کاری عمده نمیشه در اقتصاد ایران انجام داد.
می‌بینیم که اون روزها ادامه پیدا کرد. 8 سال در زمان روحانی، الان 1 سال خورده‌ای در زمان این جنایتکار. پایه‌های اقتصادی ایران تولیدی نیست، اقتصادی است که فقط و فقط در پی جذب درآمدهای ارزی است. تا یک زمانی که فروش نفت و گاز براشون مقدور بود و ارز فراوانی به دست می‌بردن، مثلا زمان احمدی نژاد سالی بیش از 100 میلیارد دلار درآمدهای ارزی بود، 800 میلیارد دلار فقط اون مردک ارز رو گرفت و نابود کرد. خب یه ریخت و پاچایی هم در داخل کشور میشد و مردم هم سرشون گرم بود، یه عده‌ای مسافرت خارج میرفتن، عده‌ای به ترکیه لب آب میرفتن، جوونا دو تا ماشین میخریدن، لباس جدید میخریدن، به رستوران و کافه میرفتن، بستنی طلا در اون برج میخوردن. اما وقتی که تحریم ها شدیدتر شد و منابع ارزی اینها کاهش پیدا کرد، کارشون به اینجا رسیده که اینها اون مواد مورد نیاز مردم، یعنی میوه و سبزی و شیر و اینها، هندوانه، اینها رو هم به خارج صادر میکنن به طور قاچاق، میگوین البته میرن به کشورهای همجوار، برای اینکه میگه این هندونه رو من بدم دست کارگر ایرانی با نون و پنیر بخوره، چرا اینو ازش پاپاسی ریال بگیرم، نه اینو میفرستم خارج، افغانستان، بغداد، میدونم در امارات متحده دلار میگیرم، دلارش هم از مملکت خارج میکنم. صادراتی هم که انجام میدن که غیر نفتیه، حتی صادرات رسمیشون هم میبینید اون ارباب جمعیشون، مامورانشون در همه جای دنیا هستن، در همین آمریکا هم فراوانن، در کانادا هستن، در لندن هستن، جنسو از مملکت خارج میکنن، صادر میکنن، پولشو بر نمیگردونن، یعنی ارز رو باز میبرن در اون نمیدونم مرکز اسلامی لندن، در جاهای دیگر. حالا این دو سه تاش به چشم ما میخوره چه شرکت های عظیمی در کشورهای مختلف ایجاد کردن، یعنی یک دزد و چپاولگر و مافیایی ریختن به جان اقتصاد این مملکت، تولید رو از بین بردن، بهره بالای 20% و 25% در هیچ اقتصادی معنا و مفهوم نداره، مرتب هم از طریق بانک مرکزیشون پایه پول رو افزایش میدن، یعنی به طور الکترونیکی پول تولید میکنن، به حساب بانک ها میریزن، به حساب دولت میریزن. بانک ها هم که ظاهرا خصوصی شدن اما در حقیقت کارگزاران موفخوران و پرخوران رژیم هستن، 7 برابر اون پول پایه رو دارن مرتب تولید میکنن، ای به خودی هاشون وام میدن، وام هایی که دیدیم در طی این سالها وصول نشده، بازپرداخت نشده و پول ها رفته به سمت بازار ارز و طلا و ارز رو هم خارج کردن. یعنی اینا دوگانه میدوزن، از یک طرف منابع ریالی ایران رو که باید از طریق سیستم بانکی و سرمایه گذاری در دست جوانان ایران قرار بگیره، شرکتی در داخل کشور تشکیل بدن، کارخانه‌ای بسازن، تولیدی انجام بدن، اون منابع رو میگیرن میبرن به سمت دلالبازی و بعد به سمت ارز. ارز ناشی از صادرات نفت و گاز رو هر چی هم که اومده در بانک مرکزی، اونها رو هم میدوزن و به خارج از کشور میبرن. مملکت رو قارات کردن، به بدبختی و فقر و فلاکت کشوندن. اما نکته اینو که اشاره فرمودید جناب سرابی، یک شمشیر دولبه‌ای در همه این سالها مشغول به کار بوده، اینکه آیا خارجی ها، ایالات متحده امریکا، اروپایی ها خواهان دوام و برقراری این رژیم هستن، ازش حمایت میکنن. ما دیدیم باش مماشات کردن در طی همه این سالها، با اون مماشات کردن. اما رژیم هم از این مسئله سوء استفاده میکنه، یعنی به مردم ایران میگه که ببینید آمریکایی ها ما رو میخوان، ما رفتنی نیستیم، اروپایی ها ما رو میخوان، ما رفتنی نیستیم، این حرکات شما بی مورده، چند سبای دیگه ما شما رو جمع جور میکنیم و دوباره همه چی برمیگرده، بی خود حرکتی نکنید. بارها این پیامو فرستادن و در خارج از کشور هم حتی مخالفان رژیم که واقعا میخوان رژیم بره، در مواردی خود منده هم گهگاه این اشتباه رو کردم، به مردم گفتم آره خارجی ها همه به فکر منافع خودشون هستن. اما امروز ما به جایی رسیدیم که به اعتقاد من امریکایی ها و اروپایی ها هم متوجه شدن که بقای این رژیم آخوندی به نفع اونها هم نیست. ببینید نفت و گازی که در اون مملکت هست، طبق قوانین بین المللی تحت کنترل شرکت های معظم نفتی با یک لولو سرخرمنی به نام اوپک تولید میشه، استخراج میشه، به بازارهای مصرفی کشونده میشه، درآمدهای ارزیش هم در بانکهای خارجی به حساب صادرکنندگان واریز میشه، مقداریش وارد مملکت میشه به صورت کالاهای وارداتی، مقداریش باز در خارج میمونه به صورت دانشجوی اعزامی، خرجشو بدیم یا کارهای دیگر.
اون چه که مسلمه این تبادل نفت و پولش و برگشتش و برو و ویا ادامه پیدا خواهد کرد و جهان امروز جهان شرکت‌های چند ملیتی است که کشورها رو به صورت یکی از ایالات متحده آمریکا می‌بینن. میگن که باید قوانینش و محیطش طوری باشه که ما بتونیم به صورت امن بریم در اونجا شبکه‌های توزیع خودمون رو گسترش بدیم و چنانچه لازم بود کارگر ارزان و ماهر در اونجا وجود داشت، حتی فعالیت‌های تولیدیمون هم در اونجا انجام بدیم. این خواسته شرکت‌های بین‌المللی و غیره است و این که این رژیم پول میرسونه اگه حکومت دیگه بیاد پول نمیرسه، این چور نیست. ملی ترین حکومت هم در ایران قرار بشه، مبادلات اقتصادی ایران با دنیای خارج نمیتونه تفاوت فاحشی داشته باشه. ما نمیتونیم دور ایران بیان دیوار بکشیم بگیم نه نفت رو میفروشیم، یا اگر فروختیم مثلا ارزش رو به چیکار میخوایم بکنیم؟ با ارز که نمیشه خورد، ارز رو باز باید مصرف. بنابراین این وحشت رو خارجی ها ندارن. از زمانی هم که خامنه ای در کنار پوتین ایستاد و گفت که چه کار خوبی کردی رفتی به اوکراین، امریکایی ها هم متوجه شدن که این رژیم، یعنی حداقل خامنه ای باید بره. مشکلی که ما امروز داریم، مشکلی که امروز داریم با این خارجی ها که میگویید که نمیخوان این رژیم بره، همون اصلاح طلبان، همون دلالانی که اشاره فرمودید. یک فردی سالها پیش از طرف بنیاد سورس، حالا هر چی که اسمش، بنیاد نمیدونم چی اوپن سوسایتی، رفته ایران، در اونجا خواسته که جامعه مدنی رو گسترش بده، مثل که در رویا و خیال زندگی میکنه. دستگیر شده، سالها زندان شده، شکنجه شده، بعد بالاخره توانسته فرار کنه. جز اصلاح طلبا بوده، جز همون حرکت هاشمی رفسنجانی جنگ گورکا بوده. آقای تاجبخش کی اسمش آمده، الان هم با بی بی سی مصاحبه میکنه به زبان انگلیسی، ببینید به انگلیسی هم هست. به انگلیسا میگه که این حرکت هم میخوابه چون که رهبری نداره، و این اگر که اصلاح طلبان فرصتی پیدا بکنن و بتوانن بیاین رهبری دست بگیرن، فعالیت های حزبیشون رو دو مرتبه برقرار بکنن، امیدی هست که بتوانن بیاین و حکومت رو از خامنه ای تحویل بگیرن. یعنی گوش آقای بایدن در گوش اروپایی ها، بی بی سی لندن به فارسی نه به انگلیسی مصاحبه میکنه، پیام میده که آقا ما خامنه ای رو سرش رو زیر آب میکنیم، شما هیچی نگید میخواییم رژیم از بین بره، نگید در کنار مردم انقلابی ایستادیم تا انقلاب بشه و کل رژیم از بین بره، بلکه از این منتظر باشید تا ما کلک خامنه ای و فرزندش رو بکنیم، همه چی درست میشه، شورای به اصطلاح رهبری رو تشکیل میدیم، بله شورا و آقای خاتمی و نمیدونم روحانی و احتمالا اون ممکنه لاریجانی رو هم خاطی بزنیم، یا سلطان شکر هم بله لاریجانی بیاریم و بگیم که خب آقای خاتمی هم بیاد اونجا و یک بوسه ای هم بر لپاش خانمای ایرانی بیان موهاشون رو اینجوری بالا بزنن و گل سفید بچسبونن به جای مقنعه‌ای که داشتن و میرفتن صورت به صورت میشدن با آقای خاتمی، این دفعه اصلا برن روشم ماش کنن ببوسن و آقای خاتمی هم بگه آقا زن زندگی و آزادی اصلا جزء اصول اصلی اسلامه. خانم ما بفرمایید، خانم هاشمی رفسنجانی هم از زندان میاریم بیرون، ایشون دوچرخه سواری روزای جمعه پشت سر ایشون آزاد، بفرمایید دوچرخه سواری کنه. به امریکایی دارن اینو میگن، برای اینه که الان دنیایی که به هیجان آمده میبینید، افراد هنرمند، هنرپیشه، وزرای قبلی، وزرای فعلی، نمایندگان مجلس، همه میگوین بله ما پشت زن زندگی آزادی ایستادیم و از بانوان ایرانی حمایت میکنیم، اما هنوز کسی نمیگه بله ما برای براندازی این رژیم در کنار مردم ایران هستیم و به اونا کمک میکنیم. حداقل کمک اینه که سفرایی که اینها گذاشتن در این لانه های جاسوسی برای جاسوسی و آدمکشی و ترور و بمبگذاری در بین مبارزان و مخالفانشون، اینها رو پس بفرستید به زیر عبای آخونده، بگید آقا اینجا برید بیرون، گم بشید. اقدام اساسی انجام نمیدن. هنوز هم که هنوزه خطر اصلی میوه چینانی هستند که عرض کردم از صدر مشروطه تا به امروز آمدند و نگذاشتند که انقلاب به ثمر برسه و همونطور که اشاره فرمودید حکومت از یک مستبد به مستبد دیگری منتقل شده و
تا جایی هم که منافع خارجی ها تامین شده اونها هم چشم و گوششون رو بستند و مماشات کردند. اما به اعتقاد من این حرکت انقلابی امروز جوانان ایران حرکتی نیست که دنیای خارج بتونه در مقابلش سر تعظیم فرود نیاره و خطر عرض کردن باید آگاه باشیم. مسئله انقلابه، مسئله تفکیک مردمان انقلابی بین زن و مرد و جوان و پیر و کرد و سنی و شیعه و بلوچ و اینها نیست. همه هم میهنان ما در سراسر ایران از سنندج، شاه بهار تا خوزستان تا آذربایجان، همه این مردم میدونن که اگر از دست این دیو آخوندی رها بشن و خودشون حاکم سرزمینشون باشن، این سرزمین یک پارچه منابع عظیم زیرزمینی و انسانی که بهش اشاره فرمودی داره که میتونه یک زندگی نرمال و یک زندگی شرافتمندانه با رفاه نسبی در حد توان یک مملکت 80-90 میلیونی رو فراهم بکنه. مردمان ایران چیزی از مردمان پاریس کمتر ندارن. من بارها با کشورهای اروپایی رفتم، وقتی نگاه میکنم میبینم ای بابا یه مش جوالب مثلا اروپایی به نام این کشور اون کشور، اینا همه زندگی هاشون عالی. من میگم اینا چی دارن که ما نداریم؟ چی دارن؟ جوان ایرانی چی کم داره از جوانی که میاد سر کلاس درس من میشینه؟ جوان ایرانی چی کم داره از اون جوانانی که در پاریس و در لندن و در جاهای دیگه شما شاهدشون هستید و میبینید؟ ایران اعتقاد من آزاد میشه جناب سرابی. و خطر اینه. من خوشحالم که شما فرصتی دادید که با وقت زیاد، امیدوارم سرتون رو درد نیورده باشم، ما بتونیم به خطراتی که متوجه این انقلاب هست اشاره بکنیم. خطراتی که میبینید این رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور کوچکترین صحبتی که راجعش نمی‌کنن، هیچ زیر میزی دستشون در دست این شبکه پرقدرت مادی رفسنجانی است. رفسنجانی میلیاردها دلار پول ایران رو به خارج منتقل کرده، خودش رو به گور فرستادن. خامنه‌ای در جنگ گورکا او رو نابود کرد، اما دنباله‌هاش در درون و بیرون از کشور با تکیه به پول‌هایی که او به خارج از کشور فرستاده، ببینید الان در این تلویزیون‌ها از این ور به اون ور آدم میارن، چهره‌هایی که ما هرگز ندیدیم. البته مسئله نیست، باید کشف استعداد کرد، باید جوان‌ها رو به میدان آورد، باید چهره‌های جوان رو به مردم معرفی کرد. اما من نمی‌دونم در این خارج کشورتون لندن شما چند صد تا روزنامه و وسایل ارتباط جمعی فارسی زبان هست که هر کی از در میرسه خبرنگار، خبرنگار روزنامه نگار، خبرنگار فلان روزنامه نگار فلان، میان اونجا مینشینن و میگویند که خیزش اعتراضی زنان و بانوان و میخواهند که نیوه چینی کنن و میخواهند که مسیر انقلاب رو منحرف کنن. جوانان، همیهنان، باید مراقب بود، نگذارید این انقلاب بار دیگر سرنوشتش در دست ضد انقلاب باقی بمونه. مسئله انتقال قدرت از قصر و بیت خامنه‌ای به بیت ملاهای دیگر نیست، مسئله انتقال قدرت از این آخوندهای جنایتکار به دست پرتوان شما مردم ایران و ملت ایران. بسیار سپاسگزارم. نه خواهش کنم، چیزی که مهمه به نظر من، شاید خب بحث ما امروز بحث بسیار سازنده است، ولی نکته‌ای که من بهش اشاره میخوام بکنم همینه. شما امروز به عنوان مهمان برنامه ما، جدا از تخصصتون، عنوانتون، مهم اینه که یک انسان اگر شرف داره، اگر وجدان داره، فرصتی پیدا میکنه که زبان حال مردم ایران باشه، باید مثل شما از احساس ملی میهنیش کمک بگیره، مدد بگیره و دنبالی نباشه که منفعتش و مصلحتش کجا. متاسفانه این دیوارهای رسانه‌ای که بازم متاسفانه در لندن قرار گرفته و لندن شده لانه زنبور جمهوری اسلامی، حکایت غریبی است که فکر کنم میتونیم ساعت‌ها با درباره‌اش صحبت کنیم و ما شما رو حالا حالا رها نخواهیم کرد آقای دکتر، برای اینکه ظلمی به آقای سیفی نشده باشه. آخرین سال برنامه رو، این برنامه رو البته آقای سیفی خواهم پرسید و ما با اجازه آقای دکتر پیشاپیش اعلام میکنم که این برنامه به دفعات بعد برگزار خواهد شد. آقای سیفی بفرمایید. سپاسگزارم. بله،
با استفاده از شما آقای سرابی و سپاسگزارم از آقای شجاعی که خیلی خوب و روشن موشکافی میکنن مسائل رو و برامون قشنگ توضیح میدن. ولی من همیشه یه پرسشی واقعا دغدغه ذهنم بوده و اونجور که باید و شاید پاسخمو نگرفتم، از خیلی از شخصیتام پرسیدم. اینو میدونیم که به هر حال شاه و شیخ در طول تاریخ، حتی از ساسانیان، از زمان ساسانیان که مزدکیان و مانویان رو سلهی میکشتن و اون انوشیروانی که حالا خیلی معروف شده به انوشیروان دادگر، در اون زمانها همواره آزادی خواهان رو کشتن تا رسیدیم به قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه که امیرکبیر و قائم مقام فراهانی رو متاسفانه اونجور ظالمانه کشتن. برای من یه پرسشی همیشه بوده که چرا با این که قرون وسطا در اروپا اون هم هزار سال به درازا انجامیده و شخصیت‌های آزادی‌خواهی چون گالیله و جوردان و برونو در ایتالیا توسط همین حکومت‌های فاسد و کلیسا کشته شدن، یا ژاندارک در فرانسه سوزانده شده و یا سر توماس مور در همین ایرلندی که ما هستیم، ایرلند و انگلیس که بوده به دست، که خودش هم یک کشیش بود، البته کشیش آزادی خواهی بود، به دست کلیسای مستبد کشته شد، چرا اینها در ایران ما شناخته شده نبودن و چهره هایی چون زندیادان احمد کسروی و صادق هدایت هم هشدار میدادن، باز خمینی پلید تونست اکثریت ملت رو فریب بده و دنبال خودش بکشونه؟ اینو خواهش می‌کنم. شما سوالت از من یا از آقای شجاعی؟ بله همونطور. بله آقای سرابی از جناب علی پرسیدن مثلا یا از بنده؟ نه فکر کنم شما پرسیدید. شما پرسیدید. بله عرضم به خدمتتون جناب سیفی که میدونید من اشاره‌ای کردم به زیربنای اقتصادی. زیربنای اقتصادی وقتی در دست یک عده‌ای است که سمت و سوی تولید و توزیع ثروت و درآمد رو به دلخواه خودشون تنظیم میکنن، روبنای جامعه که مذهب و دین و فرهنگ و رقص و موسیقی هم شاملش میشه، اون هم تبعیت میکنه از همون روابط اقتصادی که در زیر پوست جامعه در جریانه. آخوندها همونطور که اشاره فرمودی در طی تاریخ اینها وسیله تحمیق مردم بودند. در همون دوران مثلا ارباب و رعیتی، شما به هر دهی که میرفتید اربابی بود که سیبیل به قول معروف این آخوندها رو چاق میکرد و اینا پرخوری و مفخوری رو یاد داده بود، راحت زندگی میکردن و مشغول تحمیق مردم بودند. یعنی یکی از بازوهای سرکوب کننده هر حرکت اجتماعی و روشنگری و آگاه شدن مردم همین آخوندها بودن. دنیای خارج، ایالات متحده امریکا، رغم اینکه مردم تصور میکنن مدرن است و اینها، اینجا هم مذهب نفوذ بسیار زیادی داره. سر هر کوچه و خیابانی 4 کلیسا وجود داره و بسیاری هم به این کلیساها میرن و اینها هم از اینکه مذهب زدائی بشه همیشه در جامعه نگران هستند، در این حال که سعی میکنن که نفوذ مذهبیان به طور مستقیم در اداره مملکت مشاهده نشه و یا نباشه و یک جامعه به قول ما غیر مذهبی از نظر سیاسی یعنی سکولار برقرار بشه. اما در طی همین تاریخ گذشته که اعلام فرمودید، خود رضا شاهی که با آخوندها اینطور در افتاد و در مشهد رفت و آخوند رو گرفت و به هر حال فعالیت‌های عظیمی برخلاف قاجار، برخلاف حتی پسرش، علیه آخوندیسم و آخوندها انجام داد، ولی خود او هم میرفت موقع عاشورا تاسوعا دستهای سینه زنی سینه بزنه. یعنی چنان این بدبختی، این عقب ماندگی در طی قرنها در جامعه ایران توانسته نفوذ بکنه و مسلط بشه که حتی پادشاهی که ضد این هاست و میخواد امریکا رو به سمت دیگری ببره هم مجبور است که تظاهر بکنه. محمد رضا شاه هم میرفت مشهد مثلا نماز میخواند و به زیارت امام رضا میرفت و غیره. این مذهبی که
سیاسی بوده همیشه، سیاسی بوده همیشه، مانع حرکت‌های انقلابی مردم بوده. دیدید یارو رو گرفتن، شیخ فضل‌الله گرفتن، اعدامش کردن یا غیره. و آخوندها هم متوجه شدن، دم و دستگاهشون رو گسترده تر کردن و این هم باز یک حرکت بسیار ظریفی است که چه امروز چه در فردای آزاد ایران باید متوجه باشیم. اعتقادات مذهبی مردم برای خودشون عزیز محترمه، در درون خودشون، در خانه های خودشون، در مراکز مذهبی خودشون، مسجد، کلیسا، هر جا که هست محترم، اما در این حال از نفوذ مذاهب در اداره مملکت و سیاست و دولت و حکومت باید جلوگیری بشه. در این حال الان وقت این نیست و من فکر نمی کنم مثلا موضوعی باشه که ما بگوییم آقا اصلا باید دین رو کنار بذاریم، دین و مذهب و اینو آخوند بله باید بره کنار، اما اصلا اسلام از اولش اینطوری بود و اونطوری بوده. اینها بحث های انحرافی است. قرآن واقعی این است، قرآن غیر واقعی آن است. ما این مشکل رو داشتیم، هنوزم داریم. صداها رو خفه کردن، کسروی ها رو کشتن، شعرهای خوب ما رو که علیه آخوندها می نوشتن همه رو خانه نشین و به فقر و گرسنگی دچار کردن. و الان هم می بینید شما در همه رسانه های بیرون و خارج کشور هم سعی میشه که هنوزم که هنوزه این رژیم آخوندی رو حفظ بکنن. اصلاح در روشن فکر مذهبی یعنی چه؟ من نمیدونم این آقای بازرگان مهندسی که رفته خارج تحصیل کرده یا آقای سروش روشن فکر مذهبی یعنی چه؟ مذهب در درون شما سالا روشن تاریک هرچه که هست. این هم یکی از مسائلی است که به اعتقاد من اگر زیربنای اقتصادی ایران به سمت برابری و فرصت‌های متعادل برای همه مردم و یک زندگی مرفه مالی پیش بره، این زالوهایی که بر بدنه جامعه ایران در طی همه قرون بودن نمیتونن سوء استفاده بکنن و اینطور بچسبن بر بدنه ساختار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران. این فقر که مردم رو در درون این مساجد روی زمینا میشونه، این فقر که مردم که هفته به هفته به حمام نتوانستن برن رو جذب میکنه برای مثلا یک ساندویچ ساندیست و مزخرفاتی که آخوند اون بالا میگه، به محض اینکه این فقر به یک رفاه نسبی اقتصادی تبدیل بشه، نمازگزاران به جای اینکه بر روی زیلو بنشینن بر روی صندلی بنشینن و کم 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 اون آقا رو هم از اون بالا پایین میکشن، میگن آقا هر کسی هم میخواد راجع به دین و مذهب و اینها صحبت کنه خرافات رو کنار بگذارید و بگذارید که ما به سمت پیشرفت و ترقی بریم. مبارزه ایست در دراز مدت و باید مراقب باشیم که این مبارزه با خرافات و جهل و بیسوادی و ادامه اون مانع از این نشه که ما از مسیر انقلابی حساس امروزمون به دور بیفتیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. من فکر میکنم تعدادی از زیادی از سوالات من بود، فکر کنم آقای سیفی هم به همچنین، و شیرینی کلام شما باعث میشه که خب ما بیشتر شنونده باشیم و بسیار خوشحالیم که در برنامه تلویزیون رنگارنگ مهمانی چون شما داریم و همینجا این قول از شما میگیریم برای برنامه های بعدی و اگر سوالی و جوابی نیست این برنامه رو به زمانی دیگه موکول کنیم. با سپاس از هر دو و جناب آقای دکتر شجاعی. من بسیار سپاسگزارم از دعوتی فرمودید. با کمال میل در آینده هم در خدمتگزار مردم ایران از طریق هر رسانه‌ای که خدمتگزار ایرانیان باشه خواهم بود. فقط من عرض می‌کنم که مرگ بر مرگ و زنده باد زندگی. می‌دونید این مرگ بر مرگ و زنده باد زندگی یعنی مرگ بر استبداد و زنده باد آزادی، برای اینکه استبداد مثل مرگ و آزادی مثل زندگی است. بنابراین مرگ بر مرگ، زنده باد زندگی. درود بر شما. امید روحای آینده. خدا نگهدار. ممنون آقای سیفی از شرکت شما و این در واقع دلیل خوبی شده که ما با آقای دکتر شجاعی آشنا بشیم. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم پیروز و سربلند باشید. بعدش دنباله برنامه رو با هم پی میگیریم و همونجور که وعده دادیم در برنامه آتی شاید حضور هر دو مهمان عزیزمون خواهیم بود.
سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوهالا خانم آقایون، به پایان برنامه امروز رسیدیم و مسلماً با توجه به شرایط خاص کشورمون نیاز این گونه برنامه‌ها حیاتیه. به هر حال نقطه نظرهای مختلفی رو شما میشنوید که میتونید حداقل به عنوان یک بیننده و شنونده ارزیابی کنید و سره رو از ناسره تشخیص بدید. ما هدفمون در آنچه که تلاش اونه حفظ منافع مردم ایرانه که ما هم خودمون رو جز از این خانواده بزرگ میدونیم. هرچه دستی بر آتش داخل نداریم
ولی سوزش آتش رو با خودمون همراه داریم و گاهی اوقات خودمون حس میکنیم که شاید بینندگان بیشتری اگه بخوایم جذب کنیم نیازمند رنگ و لعاب و بیشتر و برنامه اینترتینمنت و سرگرم کننده زیادتری هستیم. همه اینا رو ما تو آرشیومون داریم به جای این هنرمندهای درب داغون فیکی که میارن قالب میکنن به شما، در واقع ما اصیل ترین هنرمندان رو مصاحبه شده. ولی الان زمان سرنوشت یک مملکت زمانی است که به قول ما فوتبالیست ها دقیقه 90، اگه این رو دقیقه 90 یک پنالتی تیم ما به دست آورده، اگه این پنالتی رو گل نکنیم و با اشتباه از دستش بدیم، یک پیروزی بزرگ و قهرمانی رو از دست دادیم. پس همه تلاشمون رو بکنیم، همه سعیمون رو بکنیم، همه تمرکزمون رو به کار ببریم، همه هنر و آگاهیمون رو بهش اضافه کنیم که این توپ رو در دقیقه 90 به دروازه جنایتکار جمهوری اسلامی به گل تبدیل کنیم. کوتاه میکنم تا برنامه دیگه، شما رو به خدای ایران میسپارم. شاد و سرفراز باشین و بازم تنها تقاضام اینه با این همه محبتی که میکنین نسبت به برنامه ها، اظهار نظرم بکنین، نقطه نظراتون هم بذارین، باور کنین بسیاری به ما کمک میکنه. تا برنامه دیگر، بدرود.